جهان فرمان کوروش اولین منشور سر به تعظیمش سراسر آبل و آشور سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد پشت بخت و نصر را ساییده و برخواد باز اصلاف همان خونی از آن ریشه آزدار نام پاک پاک تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند، امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون ایران آریایی در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز یک شنبه اول دسامبر 2013 میلادی، ساعت حدوداً 2:15 دقیقه بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 5:15 دقیقه به وقت شرق، 11:15 دقیقه به وقت اروپا، 10:15 دقیقه به وقت لندن، 1:45 به وقت ایران عزیزمونه. امیدوارم که اشتباه نگفته باشم، اشتباه نکرده باشم. این ساعت‌ها رو باید همه رو اعلام بکنیم که هر هموطنی که در هر کجای جهان صدا رو میشنوه یا تصاویر رو میبینه بدونه که آیا این برنامه زنده هست یا خیر. از همه شما بسیار سپاسگزارم که حمایت کننده این برنامه و این رسانه هستید و امید دارم که در امتداد راه بتونید با تلفن هاتون این سنگر رو برای آگاهی رساندن به جامعه ایرانی و در نهایت سرنگونی حکومت اسلامی و پایه‌گذاری قانون اساسی بر پایه حقوق بشر حمایت بفرمایید که در اون رابطه با شما صحبت امروز بسیار خواهم داشت. اما باید سپاسگزاری بکنیم از بچه‌های تلویزیون ایران آریایی، از همه فعالین سیاسی، برنامه‌سازان، اتاق فرمان، مدیریت و به خصوص شما عزیزان که در طول تمام این مدت سعی و کوشش و تلاش فرمودید و انجام دادید تا این رسانه بماند و بر این باور هستیم. تمام کسانی که در این خط چه برنامه اجرا می‌کنن، چه پشت تصویر هستن، چه در بسیاری از اوقات تلفن جواب میدن و در خدمت جامعه ایرانی هستند، بر این باورن که از طریق آگاهی رساندن میتوان به خواسته ها رسید. خواسته ها چیست رو باز تکرار میکنن، باید تکرار کرد. خواسته ها این هست: برای ایرانی آزاد و آباد. اول آزادی، یعنی بعد از سرنگونی رژیم اسلامی آزادی. آزادی به معنی هرج و مرج نیست، به معنی ریختن تیک پاره کردن همدیگه نیست، به معنی عبور از چراغ قرمز نیست، به اسم اینکه ما آزادیم، آزاد شدیم و از این رو چیزهایی که در اون زمان باب کردن. یا خواسته های نسل پیشین به طور کلی 180 درجه متفاوت است با خواسته های امروز. آن چرا که نسل پیشین رفت به دنبالش و پایه‌گذار خمینیسم شد، که همه اینها رو در درس‌های گذشته خدمتتون عرض کردم چگونه آغاز شد، چگونه به 22 بهمن رسیدیم تا به امروز، خواسته جامعه جوان امروز نیست. چرا؟ به دلیل اینکه مطلع شده بسیار از اوقات از وقایع تاریخی، تا حدودی متوجه شده که ایران دارای چه ثروتی است، متوجه شده که ایران دارای چه هویت میهنی و ملی است و تاریخی که متعلق است به گذشتگان ما، یعنی تا دوران، میتونم به صورت مشخص بگم، تا دوران خسرو پرویز و بعد قادسیه که انجام شد، داد قادسیه که ما رو به اینجا رسوند، یعنی پیروزی اعراب بر ما و شکست ایرانیان برابر شمشیر و اسلام و در نهایت پایگذاری اسلامی که در این سده که جامعه ایرانی میرفت به سمت تکامل بیشتر، صنعتی شدن، سکولار شدن به صورت مشخص مجلس شورای ملی و سنای اون زمان، که حتی قانون اساسی ما هم سکولار به اون شکل نوشته نشده بود ولی مردم خودشون سکولار زندگی میکردن، بتونن این جوونا این خواسته ها رو امروز پایگذاری بکنن. و چه تفاوتی از میان امروز و دیروز. دیروز در گذشته های طولانی بزرگان ما کاشتند که در چند دهه نسل پیشین استفاده کرد و بعد از اون
نسل پیش هیچی برای نسل‌های بعدی باقی نگذاشت جز یک حکومتی که قاصبه، یک حکومتی که خونریزه، خونخاره، شکنجه میکنه دختر 14 ساله و 12 ساله و 18 ساله رو قبل از اینکه بخواد اعدام بکنه بکارتش رو برمیداره و اعتقاد داره که اگر دختر از دنیا بره یعنی اینا اعدامش بکنن این گناه هست از دیدگاه اسلام. اینو من نمیگم، من دارم توضیح واقعیات رو میدم، علاقمندان میتونن برن مراجعه بکنن و بیشتر در بیارن که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم. نسل امروز از هر لحاظ که نگاه بکنید متفاوت هست با نسل پیشین، از هر لحاظ اصلا قابل مقایسه نیستند. نسلی که در تمام خفقان امروز در ایران داره زندگی میکنه اما خواسته هاش متفاوته با پدر و مادرش، پدر و مادری که در دنیای آزاد اون دوره با هویتی که ایرانی داشت، اعتباری که پاسپورت ایرانی داشت، میتونست به هر کجای دنیا بره و رفت و دید و زندگی به مراتب راحت تری رو میتونم بهتون بگم نسبت به بقیه مردم جهان داشت انجام میداد و هر روز به سمت جلو پیش میرفت کجا قرار گرفت و امروز جوان امروزی که با دست خالی در بدترین شرایط روزگار امروزی که براش فراهم میکنن که حتی آزادانه نمیتونه در خیابان ارتباط برقرار بکنه با یک دختر یا پسر اگه باشه با دختر، دختر با پسر، ارتباط مستقیم راحت و آزاد نمیتونه داشته باشه، میبینیم که چه مقدار در این تنگنا فاصله داره با اون کسانی که با دست باز اون زمان همه کار میتونستن بکنن اما نکردن. فکر کردن که همه چیز باید مجانی بشه. خمینی هم از این استفاده کرد و اطلاعاتی که بهش داده شده بودن داده بودند که آقا به این مردم وعده وعید به قول معروف سر خرمن بده، بگو نفت مجانی، آب مجانی، اتوبوس مجانی، خانهاتون رو خانه دیگه نخرید، خانه مجانی بهتون میدیم، ما برای مستضعفین اومدیم، از این به بعد حکومت اسلام فقط پایه‌گذار به فرض حقوق یا درآمد مستضعفین خواهد بود، مستضعفین ایران و بعد جهان در رأس قرار میگیرند. و این مزخرفاتی که در گوش مردم کردن و در بسیاری از اوقات هم خریدار داشت و بقیه کسانی که مخالف بودند نظارگر بودند، نیومدن جلو کاری انجام بدن و فرزندان سه نسل رو تا به امروز نابود کردن. نابود فکر نکنید به این معنا نیستش که فقط کشته بشن. فرزندی که با تمام این استعدادهایی که داره، چه در زمینه هنر، چه در زمینه معلومات عمومی، پزشکی، هر چی که حسابشو بکنید، در میتونه در هر دانشگاه در ایران و یا سایر کشورهای جهان بتونه دارای آفرینش هست، آفرینشی به وجود بیاره، خونه نشسته، ماتم زده، غم زده که آقا من چیکار بکنم، سن زیادم ازش گذشته دیگه، دانشگاهش هم حالا اگر ازش عبور کرده باشه، مدرکش هم گرفته باشه، اما راهی نیست برای زندگی بهتر، مجبورن وقت کشی بکنن. وقت مردم رو در هر قسمتی کشتن، از همون روزهای اول تا به امروز هم ادامه داره. این حکومت مانند ویروسی است که وارد بدن ایران شده و هر روز ضعیف‌ترش میکنه. خب حالا با تمام این صحبت‌ها باید ببینیم امروز کجا قرار گرفتیم. من امروز رو براتون توضیح بدم و بعد ببینیم چه کار هم میتونیم بکنیم. در امتداد برنامه من در خدمت شما هستم، خطا رو هم باز میگذارم، اگر نظریاتی داشتید با ما در میون بگذارید. خب راجع به خواسته‌ها گفتم، اول من یک مقدار بیشتر این خواسته‌ها رو برای شما توضیح میدم تا کسانی که آشنایی ندارند کمی بیشتر آشنا بشن که اصلا ما برای چی داریم این صحبت ها رو انجام میدیم. خواسته های ما رسیدن به آزادی است. ما وقتی که میگم از نسل خودم بگیرید، نسل بعدی های منم بگیرید و کسانی که عاشق ایران هستند یا قسمتی از نسل پیشینم بگیرید که فعالا سعی کوشش رو تلاش کردند، واقعا زندگیشون هم هزینه کردند، اصولا باورمندان به تمدن ایران شهر، کسانی هستند که اعتقاد به پدر و مادر خودشون دارن، زحمات اونها رو نادیده نگرفتن، از دستاوردهای سنگ نوشته های تخت جمشید بگیرید تا فرهنگ انسانی که اونها از خودشون بر جای گذاشتن، مثل منشور کوروش که بزرگ و یا دستاوردهای اینچنین که آثار و تمدن دنیا رو تونست تحولی درش به وجود بیاره که غربی ها و اروپایی ها استفاده کردن، به خصوص در یک سده اخیر، 150 سال اخیر که اومدن به ایران، هر آنچه که داشتیم برداشتن بردن، در کتابخانه هاشون مورد مطالعه و بررسی قرار دادن و بعد برای خودشون به استفاده و کار گرفتن، اما ما با
داشتن حکومتی از نوع اسلام، اونم اسلام بنیادگراست، 1400 سال برگشتیم هنوز تو سر خودمون میزنیم که آیا حسین حق داشت یا یزید، آیا شمر اینجوری بود یا علی آدم درستی بود. هر آنچه هم که داشتیم یا اروپایی‌ها بردن و آمریکایی‌ها مورد استفاده قرار میدن، چه از لحاظ مغزهای ایران و ایرانی که به خارج از کشور اومده، چه کتاب‌های ما، چه نفت و گاز ما، داشته‌های ما، چه اروپایی‌ها بردن. امروز هم که دیگه میدونید به اندازه کافی چه کسایی دارن میبرن که در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد. ما چی آیدمون شده؟ کجای این داستان قرار گرفتیم؟ خب برای اینکه ببینیم کجای این داستان قرار گرفتیم، اول ببینیم که چی می‌خوایم، که بعد کجا ببینیم میتونیم بریم با هم. ما به دنبال رسیدن به آزادی هستیم. آزادی در هر دو قسمتش، به معنی آزادی‌های اجتماعی و فردی که هر انسانی در زندگیش میتونه داشته باشه و باید داشته باشه. انسان آزاد به دنیا میاد و هیچ کسی نمیبایست به شما بگه چی بخور، چی بپوش، کجا برو، با کی برو، این کیه، اون پرسشی هم نمیبایست از شما بشه، به غیر از خانواده شما که مسئول زندگی شما هستن، اونم تا حدودی، تا سنی حدود شاید 18 تا 20 سال. بعد از اون که دیگه رو پای خودتون ایستادید، خودتون باز برای خودتون حتی میتونید بدون مشاوره تصمیماتی بگیرید دیگه، هر دودی به قول معروف باشه تو چش خودتون میره، بقیهش قبلش به عهده خانوادتون هست. به غیر از مسئله خانواده، شما وقتی که پاتون رو از منزل بیرون میگذارید، آزاد میبایست باشید هر نوع تفکری که دارید انجام بدید، هر نوع لباس که دوست دارید بپوشید، با هر کس که دوست دارید بچرخید. کشورتونه، خاکتونه، آبتونه، هواتونه، متعلق است به شما. شما وارثان یک کشور ثروتمند هستید که در طول تمام این سالا پدر و مادرتون براتون بر جای گذاشتن. حال این آزادی ها در دو بخش، همین بخش اجتماعی که خدمتون عرض کردم و بخش دیگری بخش سیاسیش هست، به معنی اینکه آن چرا که شما فکر میکنید در نظام، در دولتی که در آینده در ایران پایه‌گذاری بشه، چه پادشاهی پارلمانی باشه، چه جمهوری باشه که پارلمانی باشه، که نمایندگان مردم بدون سانسور انتخاب میشن، حذف نمیشن، مردم با دست خودشون به این نمایندگان، با عقل خودشون به این نمایندگان رأی دادن و بعد این نمایندگان هستن که بیان قانونی بنویسن، به فرض قانونی بر پایه حقوق بشر، که افراد با استعداد درون جامعه بتونن شکوفا بشن. آیا در فقط یک رشته؟ خیر، در همه رشته ها. آیا باید از مردم پرسجو بشه که مذهب چیه؟ کلیمی هستی؟ بهایی هستی؟ خدا داری؟ نداری؟ ما رو قبول داری؟ نداری؟ خودی و ناخودی و بیخودی و نخودی بکنن؟ خیر، شما وارثان کشوری، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هستید با ثروت مالی و معنوی. پس بنابراین ما به دنبال چی هستیم؟ یک، آزادی‌های فردی و اجتماعی. دو، آزادی‌های سیاسی که هر کس که فکر می‌کنه می‌تونه برای کشورش با پشتیبانی از قانون اساسی که براش نوشته شده و این رو حمایت می‌کنه که بتونه خودش رو، نبوغش رو، استعداد خودش رو در معرض اجرا بگذاره، بتونه برای کشورش کاری بکنه. مثل چی؟ فرض بگیرید شما یک ورزشکاری هستید در یک رشته‌ای، فرق نمی‌کنه چه رشته‌ای، شما سعی و کوشش و تلاش می‌کنید، اول با بودجه شخصی و در قسمتی هم بودجه مدارس یا آموزشگاه‌ها و بعد ناحیه و استان و بعد کشور. شما فرض بگیرید از یک جای آغاز می‌کنید، نقطه صفر در رشته ورزشی، و بعد به مقام قهرمانی در استان و یا کشور می‌رسید. خب این آزادی باید به شما داده بشه و همچنین امکانات که شما بتونید از نقطه صفر به مقام 100 فرض بگیرید، اگر ما سکوی اول رو 100 حساب بکنیم، به مقام 100 برسید. پس یک ورزشکار میبایست راه براش باز بشه، در اختیارش امکانات قرار بدن که بتونه از این مسیر، از این دالان عبور بکنه در طول زندگیش و بعد بتونه به مقام قهرمانی در کشورش برسه. آیا اینجا کافیست برای یک قهرمان درون کشور؟ خیر، قهرمان کشوری مانند ایران در یک رشته‌ای، فرض بگیرید حالا هر رشته‌ای که من مثلا نمیخوام نام ببرم که کسی بگه آقا فقط این ورزش‌ها رو میگن، هر ورزشی که شناخته شده در المپیک و جهانی هست،
به غیر از بازی ها و یا سرگرمی ها ورزش رو دارم خدمتتون عرض میکنم. مقام قهرمانی که میرسه خیلی عزت و ارج و قرب داره به قول معروف، ریاضت کشته تا به اونجا برسه و بعد از اون میخواد در صحنه جهانی حضور پیدا بکنه. پس بنابراین کشور و مسئولان فدراسیون ها وظیفه دارن تا این فرزندان رو که دارای استعدادهای شگرف هستن رو حمایت بکنن تا نه فقط در کشور بلکه در جهانی و المپیک هم بتونن صاحب مدال بشن. برای چی؟ این عرف جامعه جهانی و بین المللی است که کسانی که استعداد دارن بتونن در صحنه جهانی و بین المللی هم خودشون رو نشون بدن، استعداد خودشون رو به معرض اجرا در تماشا در جهان بذارن. ورزشکارهای متفاوت از رشته های متفاوت که بسیار هم زیباست. امروز فرض بگیرید فیفا حتی میتونه دولت ها رو جابجا بکنه، یعنی این مقدار قدرت داره فیفا که بتونه حرکت های بزرگ و عظیمی در یک قاره، در یک منطقه، در یک کشور به وجود بیاره که من در رابطه با اونم با شما صحبت خواهم کرد، در رابطه به خصوص با همین فیفایی که قراره ازش استفاده بکنن در جام جهانی در قطر در 2012. من این رو 2 سال پیش براتون باز کردم، اما امروز با این استفاده میکنم از این موقعیت که به سمت ایران داریم پخش میشیم که خدمت هموطنان درون کشورم عرض بکنم، نه فالگیرم نه فالبین، ولی مسائل سیاسی رو دنبال میکنم. هر مسئله‌ای، هر رشته‌ای در جهان، هر برنامه‌ای ربط پیدا میکنه به سیاست. سیاست یک شاهراهی است برای عمل انجام یک حرکت یا یک کاری در سطح یک کشور و در نهایت منطقه و جهان. در سال 2022 که مسابقات درون قطر انجام خواهد شد، که این سریش در سال آینده در برزیل خواهد بود، چه تصمیماتی گرفتن؟ قرار شده که اون منطقه رو با نام خلیج حسابش بکنن. من این رو جلو جلو دارم خدمت شما میگم. چند سال هنوز داریم؟ 10 سال 8 سال هنوز دیگه به اون دوران داریم، باقی مونده، ولی جلو جلو دارم خدمتتون عرض میکنم. و بعد درگیری هایی که درون منطقه با نام خلیج خواهد شد رو دیگه بگذارید به کجا کشیده میشه، چرا که کشورهایی که در اون حوزه قرار دارن کشور ایران رو صاحب اون سه جزیره نمیدونن و خلیج همیشه یه فارس رو هم خلیج عربی مینامن. این گفته من نیست، بلکه ببینید حتی خوانندگانی که وارد دبی یا ابوظبی میشن در اونجا سعی میکنن برنامه داشته باشن، از خواندن و نامیدن نام خلیج فارس معذورند. بعضیا که این کارو کردن جلوشون گرفته شده و بعد حتی ویزای کارشون هم در اونجا ازشون گرفتن. اما این داستان حالا برمیگرده به کجا، ما از کجا شروع کردیم به کجا. فقط اینو براتون کوتاه مختصر توضیح دادم که آماده باشید برای روزهایی که در راه هست که خلیجتونم، خلیج همیشگی فارس اونم قرار ازمون بگیرن به صورت مشخص در سطح جهانی و فیفا و فوتبال. اون زمانی که همه دارن میزنن تو سر کول هم دیگه شادی میکنن، ملت ایران و مردم ایران شاهد جنایت آشکار دیگه در سطح جهان و بین المللی خواهند بود. خب این بستگی به خود ما داره. پس در رشته ورزش خدمتون توضیح دادم، در سیاست هم این گونه است، در هنر هم همین گونه است، میبایست باشه. ما میبایست در رشته های هنری در سطح کشور بدرخشیم و بعد از اون در سطح جهان و بین المللی هم مطرح باشیم، کاری که کشورهای دیگه انجام میدن، هنرمندانی که به سرتاسر جهان از طرف کشور خودشون دعوت میشن. خب حالا سیاست هم به همین گونه است. سیاست نه کثیفه، نه شما باید ازش بیزار بشید. میتونه یک سیاست مدار کار کثیفی رو یا سیاست مدارانی که امروز هستن کار کثیفی رو انجام بدن، اما سیاست برای استفاده انسان برای رسیدن به خواستش که از طرق مختلف میتونه ازش استفاده بکنی که شیوه های واقعاً اساسی زندگی هر انسانی در زندگی خودش هم میتونه سیاست رو داشته باشه. آیا انسان ذاتاً کثیفه؟ خیر. پس بنابراین کسانی که مایل هستند در دوره‌ای که بعد از ایران آزاد برای کشورشون کار بکنن دارای آفرینش‌ها در سطح سیاسی و عقیده‌شون هست، نه ایدئولوژی. ایدئولوژی که آقا این ایدئولوژی من باید به نظر مردم همون جوری که من میگم برسه، یه واو ازش کم نشه و بعد مردم رو دستبندی بکنیم، یک شکلش بکنیم، یک قیافش بکنیم، اینجوری اگه باشن همه چیز میتونه حرفشو بزنه. اما قاعدتا فکر نمی‌کنم دیگه در اون دوران بعد از در دوران ایران آزاد هموطنان ما به دنبال یک شکل شدن
افراد باشن، بلکه همه چیز باید آزاد باشه. که از این حالت فرض بگیرید، من دو نمونه براتون توضیح بدم. شما وارد محل‌هایی میشید با نام ترک هوم، یعنی خانه هایی که همه شبیه همه، همه یک استایل ساخته شده، و خانه هایی که در ریل استیت خانه های شخصی است و استایل داره، هر کسی با شخصیت خودش، با مد نظر گرفتن خواسته های خودش، خانه‌ای رو اونجوری که دوست داره میسازه. این دوتا در این دو ایریاها میتونه متفاوت باشه که هست، و قیمتاشون هم متفاوته. پس بنابراین ما به دنبال آزادی هستیم. من آزادی رو اینجوری براتون کوتاه مختصر توضیح دادم تا متوجه بشیم منظورمون از آزادی چیست، چه در بخش فردی و اجتماعی، چه در بخش سیاسی. آزاد بودن افراد برای صحبت کردن با جامعهشون، به نماینده رسوندن خودشون، و انتخابات آزاد برای این افراد که بتونن برای جامعهشون نه نظامشون کار بکنن. وقتی که ما یک دنیای جدی درون این کشورمون داشته باشیم، یعنی مردم به این آگاهی رسیده باشن که میبایست حاکم رو از اشخاص دور کنیم، یعنی هیچ شخصی دیگه حاکم نباشه، حاکم قانون اساسی باشه درون کشور ما، و این قانون اساسی چنان نوشته بشه بر پایه حقوق انسان که کسی برتری، که شخصی برتری، که فردی برتری نسبت به کس دیگری از لحاظ حقوق مدنی و حقوق اجتماعی و حقوق فردی درون جامعه نداشته باشه، از هر حقوق مدنی که شما حسابشو بکنید متفاوت تر با فرد دیگه ای نباشه، اما در باز باشه برای استعدادها. وقتی که میگیم حقوق باید آزاد باشه، به این معنا نیستش که حالا یه آدمی هم که تنبل هستش، کاری انجام نمیده، دقیقاً برابر یک آدمی که سخت کوشه، فعال، کار میکنه، یکی باشه درآمدشون. راجب درآمد صحبت نمیکنم، بلکه در دنیای آزاد ایران جامعه میبایست این مسائل رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره بده، و به خصوص در دوره بعد از دبستان و راهنمایی و دبیرستان اینا رو برای مردم بشکافن که ما راجع به چی داریم صحبت میکنیم، چگونه یک کشور میتونه به سمت جلو پیش بره که دیگه از جهان سوم در بیاد جهان اول حساب بشه، اونم نه فقط بر پایه مسائل صنعتی و مادی، بلکه بر پایه مسائل انسانی و حقوقی و حقوق انسان. ما بتونیم کشوری رو بسازیم که یک زمانی افراد از خداشون باشه بیان درون کشور ما زندگی بکنن، بگن اگه حقوق انسانی رو میخوای واقعا وارد ایران شو، ببین چه مردمی، چه فرهنگی، چه زیبایی هایی. خب در رابطه با این مسئله پس صحبت کردیم، آزادی. بعد به دنبال دموکراسی هستیم. به دنبال دموکراسی به معنی حضور مردم در جامعهشون، شراکت مردم در تعیین رأی آیندهشون و سرنوشتشون. قانونی اونجا نوشته شده با نام قانون اساسی بر پایه حقوق انسان و حقوق بشر، که این آزادی رو به شما میده که بتونی خودت آگاهانه درون جامعت نقشیفا بکنی. پس بنابراین آزادی در دو قسمت براتون توضیح دادم در رابطه با مسئله دموکراسی، که حالا واژه‌اش چیه، از کجا اومده، سالها صحبت شده و اصلا نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، اما فقط اینگونه براتون توضیح بدم: جامعه ای که نتونه سرنوشت خودش رو آزادانه، یعنی چون اگه آزادی نباشه دموکراسی هم بی‌معنی است، آزادانه تصمیم برای سرنوشت خودش در رأیی که حضور داره در جامعه با نام دموکراسی نداشته باشه، میتونه به بدترین راه ها کشیده بشه. میتونه وقتی که کشوری آزاد نیست، یک دری رو باز میکنن، به فرض بهت میگن آقا بیا یک انتخاباتی هم انجام شده، یه انتصاباتی هم از ریاست جمهوری مجلسی، و در اون دوران انقدر سر شما رو با این شعارها و با تبلیغات گرم میکنن که میگه آقا عجب مملکت دموکراتی، از آدم دارن رأی میپرسن که آقا بریم رأی بدیم. اما من صرفا راجع به رأی دادن صحبت نمی کنم، چگونگی عمل انجام شدن این کار قبل از اینکه به رأی رسیده بشه دارم مورد مد نظر من هست، که جامعه باید متوجه بشه ما چی میگم. ما شکلش رو که کاری نداریم، محتوای اون چیزی رو که دارن به خورد ملت میدن مورد بحث من هست. محتوا میبایست عوض بشه،
شک که در همه جا بالاخره تو عربستان و سعودی هم از 4 تا از این آدمایی که با شمشیر گردن اینو اونو میزنن رأی میگیرن بالاخره. رأی گیری همیشه بوده بین انسان‌ها. اما صحبت من بر سر اینه که انسان‌هایی که متخصص در امور هستند میبایست در رأس قرار بگیرند، نه کسانی که فقط ایمان دارند. ایمان داشته باشن اما تخصص صفر، ایمان داشته باشن اما انسان دوستی و حقوق مدنی افراد براشون مطرح نباشه و صفر. در هر زمینه ایمان داشته باشن، ایمان آقا توکل کن به خدا ایمان داشته باشن، امام رضا برو، فلان ویزیه برو، قم برو، سر چاه حضور پیدا بکن، ببین چقدر مرد متدینی. بعد بیان حکومت و نظام و همه این چیزا رو بدن دست اینا، بگن آقا تو ببر. این وضعیت میشه که امروز هست با داشتن ثروتی مثل گاز و نفت که هیچ کشوری اینچنین نداره، هر دو رو همزمان با هم نداره، تازه این یه قسمتش هست، اینچنین عقب افتاده بشه از لحاظ مالی، از لحاظ فرهنگ جامعه که امروز درون کشور وقتی قدم میزنی در جای جای کشور، وقتی در خیابونها راه میری، در مغازه ها برخورد میکنی با افراد، در قسمت خرید، در بانک، در بازار، خودتون این حرفا رو دارید میگید و توضیح میدید هر روز. خبرها از درون ایران میاد که وضعیت چه مقدار وحشتناکه، به اینجا برسه. این داستانش چی بوده؟ به همون دلیلی که خدمتتون عرض کردم، جامعه‌ای که آزاد نباشه نمیتونه دموکراسی داشته باشه. جامعه‌ای که دموکراسی نداشته باشه قاعدتاً هیچ موقع سکولاریسم به معنی جدایی دین، حاکمیت از حکومت نخواهد داشت. جامعه که میاد این دوتا رو قاطی میکنه، مثل همون دوران که اومدن گفتن همه یه کسانی که مخالف شاه بودند آمدن اصل اصلی رو بر پایه اسلام نهادند و خمینی شده که مظهری که آقا این رو قبول کنی، هر آنچه که خمینی هم گفته باید به اجرا برسه، و بعد پایگذاری کردن حکومت اسلامی رو. و بعد نمایندگانی که خودشون نمایندگی مردم میدونستن، خودشون خیلی روشن فکر میدونستن، من براتون نشون دادم 160 و اندی که نماینده شدن همه پسر بودن، ببخشید مرد بودن. نمیتونم واژه مردم بزنم چون مرد یک معنی درستی میده، در بسیاری از اوقات واقعا در نامرد سالاری اینها نقش بسزایی در تاریخ ما اجرا کردن. و بازی ما بعد به دنبال سکولاریسم هستیم به معنی جدایی دین و مذهب از حاکمیت، عقاید مذهبی، عقاید شرعی، عقاید خرافی، عقاید هر نوع ایدئولوژی میبایست به دور از حاکم، یعنی قانون اساسی که باید حکم بکنه برای افراد در جامعه باشه. وقتی این دوتا قاطی میشه، میشه آش شل قلمکار. شما دارای حاکمان و ولایت فقیهی میشید که میزنه تو سرتون، میگه من از طرف خدا فرستاده شدم، شماها عقلتون کمه، من از لحاظ مسائل دینی و شرعی از شما بیشتر میدونم و باید این قوانین که من میگم اجرا کنید، هر کس هم که اجرا نکنه تیکه پارش میکنه. حال در میان این افراد درون جامعه وقتی که حکومتگران این حرفو میزنن، حکومت شوندگان که مردم هستن در بعضی اوقات میخورن میگن آقای شمیرانی برخورد میکنم من مذهبی رو که دوست دارم، اسلامی رو که دوست دارم، واقعا دوستش دارم، خیلی خوبه، به من درسای بسیاری داده و نمیخوام شما باهاش بجنگی. میخوای بجنگی؟ گفتم که امروز براتون توضیح میدم. گفتم من جنگ با مذهب ندارم به هیچ عنوان. مذهب چیزیه که در مغز شما یک شخصی، یک پدر، یک مادر، حالا من نمیخوام واژه‌ای رو به کار ببرم، ولی به خاطر ترس حالا اون قدیمی ها از اینکه شما فکر میکردن اگر مذهبی بشی انسان سالمی خواهی شد و در دوره پیری عصای دست پدر و مادر میشی، یک خرافاتی رو در گوش تو خوروندن و بعد کتابی رو در اختیارت یا کتابهایی رو در اختیارت قرار دادن که اصلا حتی یک بارم نخوندی. ببینی آقا این کتابی که میگی من مسلمانم، من قبول دارم، یک برپای اصول اسلام هست، یک کتابی داره دیگه، کتابش من اسمه قرآن هست. قرآن آخه یک بار دو بار به زبان فارسی با ترجمه های مختلف بخونید و بعد اون شیعه‌گری رو که امام اولتون هست، نهج البلاغه هست، اون رو یک بار دو بار بخونید. در این مسابقات هم به ما میدادن، هر کی نفر اول میشد یه دونه نهج البلاغه براش پرت میکردن. حداقل در منزل هر ایرانی باید باشه این نهج البلاغه، به گونه‌ای به صورتی بخونید
و بعد از اون متوجه میشه نه من جنگی با این چیز ندارم. زمانی در تقابل قرار میگیریم که من روشنگری در رابطه با آن چیزی میکنم که شما حاکمیتش رو به مردم داری میقبولونی و فشار میاری که مردم میبایست قوانین اسلامی داشته باشند، و وقتی که من میبینم نمیتونم، در توانم نیست که با میلیون ها نفر بخوام جنگی داشته باشم، یک کلید روشنگری و یا شمعی در مغزتون روشن میکنم. روشن کردن ذهن هر انسان فکر میکنم بزرگترین شمشیر باشه علیه زورگویان و یاوه‌گویان و جنایتکاران و دیکتاتورها که از طریق مذهب در هر شکلی، اصلا فرق نمیکنه اسلام باشه، کریستیانیتی باشه، بودیسم باشه، کلیمی باشن، فرق نمیکنه، جویش باشه غیر، فرق نمیکنه، در هر دوره ای مذهب اومده و تیکه پاره کرده. مردمی نجات پیدا کردند که مذهب و عقاید شخصی دونستند، دخالتی در زندگی اجتماعیشون ندادند در هیچ قوانینی، گفتن حتی اگر شخصی فکر میکنن مؤمن هست بیاد خودشو نماینده مجلس بکنه. اگر مردم این رو عاقل و دانا دونستند و حرفه‌ای در رشته‌ای که خودش رو نماینده کرده ما دوست داشته باشیم بهش رأی میدیم، خب بیان رأی بدن، انتخابش بکنن، هیچ مانعی نیست. ولی متاسفانه این گونه نبوده. پس سکولاریسم به معنی جدایی دین از حاکمیت است. یعنی حاکمیت رو ما قانون اساسی دونستیم و بعد از اون سکولاریسم به معنی جدایی دین از حاکم یعنی از قانون اساسی. حالا فرقا رو ببینید. اومدن گفتن حاکم شهر ولایت فقیه اول خمینی، مرگ بر اصل ولایت فقیه بعد پایش گذاشته شد. یعنی هر کسی که ولایت آقا رو قبول نداره مرگ بر اون، فرق نمی‌کنه ایرانی غیر ایرانی نداره، در حمید تا اونجا هم که تونستن کشتن. این شعار، یکی از شعارهای پایه‌ای و اصلی حکومت اسلامی در همون روزهای اول شد بعد از انتخاب خمینی به عنوان والی. ولایت فقیه، کسی که میتونه به مردم نگاه گوسفندی داشته باشه، چوپونیست که بقیه گوسفندن، در اصول اسلامی این گونه است، وگرنه قبولش نمیکردید. پس ما به دنبال این هستیم، جدای دین از حاکمیت. در آینده هر انسانی با هر تفکری، با هر مذهبی میتونه نماینده مملکتش باشه، میتونه برای مملکتش کار بکنه، نه برای نظام، برای دولتی که انتخاب میشه. ما این رو قسمت تموم بکنم بعد برگشتم به این دوستان، همیشه گفتم به هموطنان عزیزم که اعتقادات اسلامی داشتن و کماکان دارن و انسانهای بسیار شریفی هم هستند و آزارشون تا به امروز به یک مورچه هم نرسیده، براشون بارها توضیح دادم، گفتم آقا حتی اگه از دیدگاه خودت، حتی از نگاه خودت کاری رو که این حکومت اسلامی و حکومتگران دارن انجام میدن اسلامی نیست، بیا راجبش صحبت بکن، بیا در خیابونها و اون اسلام و فرهنگی که خودت دوست داری که اصلا دخالتی در کشتار نداره، همه رو آزاد و آگاه میبینه و در نمیدونم انتخاب افراد در زندگی شخصیشون دخالت نمیکنه، بیا در خیابونها حداقل از اون چیزی که اینها با نام اسلام شما بالا پایینت کردن دفاع بکن. اما این عملم انجام نمیشه. میان به کی اعتراض میکنن؟ به من. مثلا میگن آقا چرا در رابطه مسائل اسلامی میای توضیح میدی؟ اینم نده، امکان داره حالت توهین پیدا بکنه. گفتم آقای خانوم ها لطفاً بر من توهین رو توضیح بدید. آیا من دارم فحش میدم؟ آیا دارم ناسزا میگم؟ آیا دروغ دارم درون جامعه پرورش میدم؟ خیر، بلکه آنچه را که تاریخ، چه تاریخ سیاسیم تا به امروز بوده، به خصوص در یک سده اخیر براتون توضیح دادم و بعد از اون در کنارش اگر مسائل روشنگری در رابطه با مسائل مذهبی و یا دینی بوده، قسمت‌های تاریخش هم براتون توضیح دادم، از محمدش بگیرید، علیش بگیرید تا حسن و حسین و بقیه کسانی که دیگه اومدن تا الان، و چگونه آغاز گری این به فرض اسلام شیعه که به خصوص از دوران صفوی آغاز میشه برای جنگ با عثمانیای اون زمان، و اینا چه جنایتی انجام دادن شاهان اون زمان که بتونن پرورش بدن از طریق خرافه گری و خرافه پردازی در ذهن مردم، و بعد آغاز جنگ‌ها توسط افراد در پیوند با حکومت و نظام‌های پادشاهی در اون زمان، و بعد روحانیون در کنار هم که مردم دیگه راه فرار نداشته باشن. اگه بگن شاهی ظالمه، ملای بیاد بگه آقا کجا شاه ظالمه؟ این آدم خوبی هم بوده،
خوبی هم هست، بزنی سرشو. اسلام میگه آقا شما باید مرتدی، باید کشته بشی، محارب هستی. حالا اگه محارب جدالت با پادشاهی به فرض در یک دوره ای از دوران صفوی به جایی نرسید، مولای ترتیبتو میداد و میکشته. بعد از داشتن تمام این آگاهی ها و تمام این دوران که ازش عبور کردیم، میرسیم به جایی که دارم خدمتتون عرض میکنم. این دستاوردهای من کوچک از یک جامعه بزرگ ایرانی است که در خدمتتون قرار میدم. افراد دیگه هم هستن که در سطح‌های بسیار بالاتر براتون توضیح دادن و توضیح بازم خواهند داد، و این توضیحات امیدوارم که هیچ موقع دریچه‌اش بسته نشه، به خصوص از این درون این تلویزیون و رسانه، و بتونن همه عزیزان با شما صحبت بکنن. اما به صورت کوتاه، مختصر و مفید، یک دو سه به قول معروف با سه سوت دارم خدمتتون عرض میکنم که چگونه میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. خواسته ها چی هست؟ درون این چیزی که خدمتتون عرض کردم سه تا قوه وجود داره، یعنی در همین قانون اساسی که حاکم هست سه قوه وجود داره: قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه. که این سه قوه هر آنچه که در اون قانون نوشته میشه در این قوه ها میبایست به کار گرفته بشه تا مردم راحت تر چرخ زندگیشون به چرخه. قوه قضاییه به قول معروف، حالا دادگستری و غیره، باید دادگستری بر پای حقوق انسان قوانین نوشته بشه. اون وکیلی که داره میره در دادگستری از موکلش دفاع بکنه، بر پای حقوق انسانی باید دفاع بکنه و برابر حقوق زن و مرد. ما در دادگستریمون چه مقدار نابرابری وجود داره؟ اصلا اسمش دادگستری نباید باشه. میگن دادگستری اسلامی، اصلا حقوق مذهبی، اصلا حقوقی وجود نداره. حقوق فقط برای مرداست. حقوق از طرف مردا، از خدا به مردا داده میشه که بزنن تو سر زنا و ازشون انتقام های جنسی و زندگی بگیرن. این این واقعیته. تنها زنانی که تونستن در این عصر، در این یک سده که اولین حکومت اسلامی در جهان در سال 79 توسط آمریکا و انگلیس پایه‌گذاری میشه و شوروی اون زمان چه میزان و چه مقدار از طریق حزب توده کمکش میکنه، تنها فقط در این دوره زنان ما بودن، دختران ما بودن که تونستن بجنگن از هر طریقی که میتونستن با افکار پوسیده ی این مردا و زورگویانی که از خونه مادر لوس و نونور بار اومدن بیرون و بعد بلا فاصله میرن زن میگیرن و یکی دیگه باید کلفتیشونو بکنه. رو راست دارم میگم. اون تفکرهای مردانه که اونچنان بوده که اصلا زجری نکشیدن، کاری نکردن در زندگی، دوتا رختشون رو نشستن. اگر بخوایم برگردیم به اپوزیسیون دوران زمان نظام پیشین پادشاهی، اینا کسانی بودن، یکی از ببخشید این واژه رو به کار میبرم، این واقعیت میگم، اینا کسانی بودن که یه دونه چک هنوز تو صورتشون نخورده بود. اینا دو مرتبه لباس خودشون رو نشسته بودن. اینا اصلا سختی نکشیده بودن. از بهترین دانشگاه ایران به بهترین دانشگاه خارج از کشور با بورسیه دولتی اومده بودن، بهترین تحصیلاتشون رو کردن در بالاترین رشته ها و بعد با ارزشترین ایرانی هایی که در اون زمان بودن. یعنی جامعه ایرانی ارزشمند بود برای جامعه جهانی. از کشوری مثل آلمان بگیرید، فرانسه بگیرید که یکی از نزدیکترین کشورهایی که ایرانیان اول به فرانسه میرفتن و بعد به لندن و سایر کشورها در اروپا و بعد در نهایت به آمریکا اومدن. این افراد، این مردا، اپوزیسیون اون زمان که همه رفتن بلافاصله اسمشون نوشتن برای رسیدن به ریاست جمهوری در اولین دوره ریاست جمهوری حکومت اسلامی، یکیشون بلند نشد بگه آقا در تمام این لیستی که 168 نفر، 3 نفر یادم رفتار روزنامه‌اش هست بتونم نشون دادم، نوشته شده اسم یک زن وجود نداره. بعد میان میگن خمینی دزدید. آقا شما وقتی که شعورش رو نداری که بدونی در انتخابات میبایست حقوق برابر، کاندیدای برابر در یک نظام هم وجود داشته باشه، شما همون پایه نقض کردی در واقع حقوق انسانی و مدنی یا شهروندی یک زن و یا دختر رو. اما اصلا کسی به حرف این چیزا گوش نمیداد. اون زمان انقدر شعارها رادیکال بود و تند که اگه کسی هم میخواست حرف بزنه تیکه پارش میکردن. همش هم پایگذاری شده بود برای زدن ریشه. اما
قوه قضاییه رو براتون توضیح دادم. حالا صحبت‌ها طولانیه، باید از اساتید بخواید بیان اینجا براتون صحبت بکنن، در رابطه با حقوق براتون صحبت بکنن. ما در رابطه با این حقوق میتونیم ساعت‌ها صحبت بکنیم، جامعه میتونه آگاه بشه اصلا معنی از حقوق چیه. در ایران میرن یک زنی رو میگیرن، تیکه پارش میکنن، آویزونش میکنن، یا به قول معروف جوجهش میکنن، میذارن تو ماشین، تو سرش میزنن، بعد میرن تو زندان مورد هزار اذیت و آزار قرارش میدن. بعد میگن آقا شما وقتی ازش میپرسی، حالا یکی میاد دم در که این دختر رو پس بگیره، زن رو پس بگیره، هر کی از پس بگیره، میگن آقا چرا این کارو کردی؟ میگه قانون رعایت نکرده. قانون کدوم قانون؟ آقا قانون اسلامی، اینو توضیح بدید. بگید قانون اسلامی رو رعایت نکرده. هیچ موقع نگید قانون، چون وقتی میگید قانون، قانون یک تعریف داره. این قانون منظورتون کدوم قانونه؟ قانون خونه است؟ قانون بچهای محل سر کوچه تونه؟ قانون به فرض عرف خانوادگی تونه؟ قانون منطقه‌ای تونه؟ قانونی که تو اون شهر هست یا قصبه یا دهات؟ یا داریم صحبت از قانون برای انسان میکنیم؟ یه قانون اسلامیه، کدوم یکیه؟ جامعه باید متوجه بشه وقتی میگن قانون رو رعایت نکرده یعنی چی. زمانی با یه فردی صحبت میکردم، وقتی این اعدامی ها رو دم یکی پس از دیگری اعدام میکردن، باش صحبت میکردم، گفت آقا نظرت چی؟ میگفت آقا حتما یه کاری کردن دیگه، اینا بالاخره یه کاری کردن. چه کسی تشخیص داده که اینها یه کاری کردن؟ بر طبق چه اصول و چه اسناد و چه مدارک و چه قوانینی افراد رو دار زدن، تیک پاره کردن، به سلابه کشیدن؟ اسلامی. خب پس من مجبور بودم بیام و مسائل اسلامی رو هم توضیح بدم. وقتی که ما داریم تیکه پاره میشیم از طریق پایه‌گذاری قوانین اسلامی در قانون اساسی مملکت که در سال 58 توسط 48 نفر تنها 48 نفر به تصویب میرسه، که امروز جامعه 75 میلیون درون کشور، جامعه 5 6 7 میلیونی خارج از کشور که دیگه نوه و نتیجه هم در اینجا دارن، داره ضربه میبینه که خانم اگه بخواد از آمریکا وارد ایران بشه، باید در میان راه دفعه حجابش رو مراعات بکنه که اون لحظه‌ای که میخوان بشینن تو سرش نزنه، و متاسفانه قبول میکنه. ما دوچار چنین قانونی هستیم، اینها قرار دادن انجامش میدیم. خب چه کار باید بکنیم؟ میگه واقعا انجامش نده. چرا میخوای انجامش بدی؟ میخوای برده باشی؟ میخوای نوکر باشید؟ میخوای کلفت باشید؟ میخوای تو سرتون بزنن؟ میخوان ضعیف بدونتون؟ میخوان ضعیفه خطابتون بکنن؟ خاک بر سری برای جامعه ایرانی بیارن؟ گوش بدید، 100,000 سال دیگه گوش بدید. اما من یکی تن ندادم، نمیدم و نخواهم داد به قوانین شرعی و اسلامی. چه در اون زمان در ایران بودم، محرومیت ها از طریق مدرسه، باور کنید من هر سال 3 مدرسه عوض میکردم. اون کسانی که با من آشنا بودن میدونن من چی میگم. از همون اول میگم آقا این قوانین چیه؟ من نه سیاست مدار بودم، نه سیاسی بودم، هیچی. اما میفهمیدم آقا نباید زور بشنوی. اگه سرتو بندازی زمین، همه دوست دارن بزنن تو سرت، فرق نمیکنه نامشو چی میذاری. ولی چرا نمیخوای سرتو بالا بگیری؟ بگی من انسانم، حقوق انسانی من، که اون چیزی که تو بهش میگی خدا، حالا کاری ندارم این خدا هست یا نیست، اینا بماند، اون دیگه بحث جداگانه است که دیگه اصلا نمیخوام بهش بپردازم. اون با چیزی که تو داری به من میگی، منو به دنیا آورده، من دارای حق و حقوق هستم، دارای عقل و شعور هستم برای تصمیم گیری زندگیم. خودم تشخیص میدم چی بپوشم، خودم تشخیص میدم چی بخورم، کجا برم، با کی بگردم. به هیچ کس، هیچ نظامی، هیچ شخصی، هیچ فردی در هیچ دوره‌ای اصلا نباید توضیح داد. اما متاسفانه بدبختی اینجاست، تن دادیم پس باید انجام بدیم، درسته؟ اما خیر، نسل ما قیام کرده، بلند شده و میگه نمیخوام همچین زوری رو نمیپذیرم. حتی اگر پدر و مادر من گفتن کار بسیار اشتباهی کردن، اینجا میباید تو دهن تاریخ زد و سرنوشت رو یک بار برای همیشه از سرنوشت میخواید بنویسید، آغازش با شما. قوه قضاییه رو توضیح دادم، ساعت 3 شد، میخوام قسمت دیگه ای رو براتون باید ترجمه بکنم، در اون رابطه با شما صحبت بکنم. قوه قضاییه، قوه مقننه، قانونگذاری، کسایی که تو مجلس هستن، اینا رو مردم انتخاب کردن. بله، چه نوع مردمی؟ با چه افکاری؟
اسمش هم میگن دموکراسی. انتصابات دموکراسی میاره، اسم دموکراسی روش میذارن. انتخابش از طرف شورای نگهبان اسلامی. نگهبان چی؟ قوانین اسلامی نگهبان میخواد. حقوق شما هاست، یعنی حقوق مالی ملاها و اسلامیست ها به خطر افتاده. میبخشید، پس باید همیشه مراقب باشن کی میاد تو مجلس، چه حرفی میزنه، کی در نظام در رأس ایستاده چی میگه. اینا همه از یک خانواده هستن، شاید با هم در تضاد باشن، مثل همون شمر و یزید و حسین و حسن و اینا میمونن. همه یک خانواده بودن اما حاضرن سر همدیگر هم ببرن. به خاطر چی؟ به خاطر زن، به خاطر دختر، به خاطر پول، به خاطر جاه و مقام، به خاطر آن چیزی که بهش میگن قدرت. اما برای مردم سالاری درون اسلامیستا تا به امروز، از روز نخستش تا به امروز ندیدیم که برای مردم بخواد کاری بکنه. همین میگن آقا اسلام میآوری، حرف ما رو گوش میدی، خانواده ما در رأسه. آره یا نه؟ اگه بگی نه سرتو میزنن. از آغاز زدن تا به امروز، ولی شکلشو عوض میکنن. یک روزی با شمشیر دیگه، گفتم زیره به کرمون نبرید. از خمینی مسلمونتر نیستید، از سلمان فارسی مسلمونتر نیستید، از عمر و عثمان و اینا مسلمونتر نیستید، از عربستان سعودی مسلمونتر نیستید. برید نگاه کنید. چی حتما میخواییم برید در عربستان بگید نه آقا من مکه شو میام، اما اینا قبول نیست، اینا اسلام رو رعایت نمی کنن. واقعا اون دیگه خیلی رو داره، اون کسی رو داره که همچی حرفی بزنه. شما یه فرهنگی رفتید اونجا گرفته شده، هفن هف، این وریا بهش میگن هفن هف، نصف نصف، نصفش فرهنگ ایرانیه، نصفش فرهنگ اسلامیه. اسلام اومد 100% بیاد جلو، دید نه آقا عقب گرد کرد، نمیتونه برابر این فرهنگ بجنگه، 50% شد. و بعد ایرانی ها خودشون هم قاطی کردن کدوم اسلامیه کدوم ایرانیه. اصلا به همین خاطر بعضی جا گیر میکنم با جوان هم به خود صحبت میکنم، میگن آقا من اسلام هم بعدم نیست، یه جورایی حرفای خوب میزنم. آقا حرفای خوب اسلام نزده، دانشمندا زدن. اسلام هم یه جورایی مجبوری، یه کتابی رو که بهتون میده نمیتونه همش بنویسه قتلو قتلو قتلو، باید دوتا عشق و لاو هم توش بهتون بده. خب و بعد قوه مجریه میشه که دولت هست و در واقع مجری اجرای فنی که فکر میکنم یک نفر به عنوان نخست وزیر در نظام پادشاهی پارلمانی یا به عنوان ریاست جمهور در نظام جمهوری به عهده میگیره و بعد انتخاب نمایندگان کابینش از طرف خودش. در رابطه با این بیشتر میشه صحبت کرد، اما خواستار رو گفتن چگونه رسیدن رو هم باز میتوان توضیح داد، باز نه هنوز توضیح ندادم، ولی پایه‌گذاریش رو اول در ذهنتون آغاز کردم. مثالی هم اون دفعه براتون زدم، آقایی بود میرفت از یک بقالی، از یک حاجی، گفت حاج آقا بعد از کارش میاد تو این دستمالش یه مقدار خورما بده. حاجی همین خورما رو میداد و سالها این مرد میرفته و در تاریکی میشسته خورما رو میخورد. یه روز حاجی نبوده، پسرش بوده، پسر حاجی بوده. این آقای کارگر بلند میشه میره اونجا، میگه آقا این خورمای ما رو بدید، دارم میرم خونه با نونمون بخوریم. میگه آقا شمع هم آوردیم، شاعرانش کن، خورما و نون تو با شمع بخور. میگه باشه، آفرین، این کارو میکنم. خورما و نون رو برمی‌داره به همراه یه شمع. وقتی یه شمع رو میره تو خونه روشن کنه که همچین شاعرانه غذا بخوره این دفعه برای خودش، میبینه آقا این خورمایی که داره پر کرمه. پرت میکنه اون ور، هیچی نمیخوره، گشنه سر به بالین میذاره، صبح بلند میشه اول وقت میره پیش حاجیه. میگه حاجی خودت اینجایی؟ میگه آره. میگه چی شده؟ داستان چیه؟ میگه غذا تو پس آوردم. میگه چرا پس آوردی؟ میگه اون که پر همش توش پر کرمه. میگه کجا دیدی؟ میگه آقا شمع گرفته بودم دیشب، داشتم اونجوری تو شمعی میگرم. میگه بده من، اشکاری نداره. میره اون پشت محکم میزنه تو حاجی، محکم میزنه تو سر پسر حاجی، میگه فلان فلان شده، دیگه به این افراد شمع نمیفروشی. این داستان زندگیست. این مثال ها رو همینجور کم کم باید گفت، باز گفت، باز گفت، باز گفت، چون همگان که نیستن هر ساعتی که بخوان برنامه رو نگاه بکنن، مجبورم در تکرار برای شما به سمع و نظرتون برسونم که بر ما چه گذشته و ما کی هستیم، چی میخوایم، چی میگیم. شاخ و دم نداریم، افراد سیاسی شاخ و دم ندارن،
اهل گردش هستن، اهل فن هستن، اهل مطالعه هستن، اهل تفریح هستند، اهل زندگی هستند. من اگه دارم اینجا این چیزها رو میشینم براتون تعریف میکنم، همچنین آدم عجیب و غریبی نیستم، فقط در این رشته تحقیقاتم هست و دارم به درون جامعه انتقال میدم. این واژه سیاسی رو وقتی رو افراد میذارین، شما خودتون باعث میشید که افراد رو دستبندی بکنید. وای فلانی سیاسی. آقا سیاسی چی برای تو داره؟ تو برای زن، برای مرد، برای پسر، دختر، جوان ایرانی داره خوش تیکه پاره میکنه که این حقوق انسانی رو بتونه انتقال بده. بارها خدمتتون عرض کردم در سالهای آینده، در ماهای آینده، در روزهای آینده، هر زمانی که انتخابات انجام بشه برای در یک رفراندوم بزرگ برای انتخاب نوع حکومت برای مردم، مردم به یا پادشاهی پارلمانی رأی خواهند داد یا به جمهوری. من اصلا بحثم اون روز نیست، اون انتخاب مردم هست که در این دوران گذار روش فکر بکنن، تحقیق بکنن آیا کدام رشته خوب هست، کدام نو خوب هست، به اون رأی بدن. اما امروز که به اونجا نرسیم، بعد اون شکل هست. من دارم راجع به محتواش صحبت میکنم. باز هر شکلی رو چه به صورت پادشاهی چه به صورت جمهوری میتونن زهرش بکنن بدن بخورید. این جهان بازی با ما زیاد داره، ولی وقتی شما مفاهیم رو یاد گرفتید، خود جامعه پای گذار حقوق مدنی میشه. خود جامعه دیگه منتظر یک به فرض شخصی نیستش که با اسب سفید بیاد نجاتش بده. چه برسه دیگه آمریکا، کدوم اسب سفید بیاد ایران بمبارون بکنن به فرض در یک دوره‌ای که وای بر ما. سرتون درد آوردم، در ادامه راه با من باشید. میخوام براتون صحبت‌های جان کری رو در هفته گذشته در ژنو رو مو به مو با هم بررسی بکنم و براتون بخونم. اول بخونم و بعد در بازپخش این برنامه چند بار که پخش میشه شما خوب دقت بکنید جان کری چی گفته و بعد در رابطه با چگونه پیاده شدن این سیستم در سالهای آینده، آیا روس‌ها چه نقشه‌ای دارن با کنار اومدن با آمریکایی‌ها بر سر مسئله ایران، انگلیسی‌ها که همیشه دستشون در خون ملت ایران بوده و همیشه از نفت ما استفاده کردن برای زندگی بهتر خودشون، اونها کجا قرار میگیرن؟ فرانسوی‌ها چی میخوان این وسط؟ آلمان که اونقدر برای خودش نشسته به قول معروف ماستشو داره میخوره، آیا نگاه آنچنانی نداره؟ چرا؟ بارها خدمتون عرض کردم هر سیاست مداری در جهان، هر نماینده ای از هر دولتی در جهان به فکر منافع کشور خودش هست. کشورهایی که قانون اساسیشون بر پایه حقوق مدنی انسان نوشته شده، در این کشورها بهترین افراد بهشون پا داده میشه، زبلترین افراد که بتونن حق و حقوق مردم خودشون رو در درجه اول در داخل و خارج در صحنه بین‌المللی بگیرن. بسیاری از اوقات درون سیاست‌ها درون کشور هست، چرخش سیاسی درون کشور چگونه باید به چرخه، استراتژی هر فرد فرق می‌کنه، ولی در صحنه بین‌المللی چگونه میتوان بیشترین ذخایر رو، بیشترین پول‌ها رو به نفع مردم خودش تمام بکنه. از کسی هم نمیشه اشکالی بگیریم، اونها حرفه‌ای عمل کردن، ما اصلا با واژه حرفه‌ای اصلا آشنایی نداشتیم، هنوزم نداریم. هنوز همه شعارها بر پاییه یا چشم بسته یا نمیدونم از روی غرض و مرض یا هرچی تعصبات علکی و بیخودی بوده و هست. جامعه‌ای میتونه به سمت جلو پیش بره که دست از همه اینا برداره، منطق رو جایگزین بکنه و کار رو بده به دست متخصص، هر کسی در هر رشته‌ای که هست. به هر روی بچه‌ها در اتاق فرمان حاضرین؟ خب من امیدوارم که صدا رو خوب بشنوم تا بتونم براتون این رو ترجمه بکنم. هموطنان ضبط بکنید، این در یوتیوب هم قرار میگیره، همچنین در وبسایت یوتیوب خودم، در وبسایت خودم iranbozorg.com، همچنین روی آفیشیال پیج آف سایت شمیرانی هم قرارش میدم تا شما علاقمندان بیشتر بتونن دست پیدا بکنن و بعد ببینن. همین آمریکایی که بسیاری میگن آقا ما به دنبال اسب سفیدی هستیم که آمریکا یه خوشه بمب بندازه اونجا ما رو راحت بکنه، آقا اینها اصلا به فکر یک کلام در رابطه با، یک سخن در رابطه با حقوق بشر، حقوق انسانی، حقوق ایرانی، حقوق مدنی صحبت نمیشه. صحبت ها همه بر پایه حفظ منافع آمریکا و متحدینش.
و کنار آمدن با حکومت اسلامی، چگونگی کنار آمدن و پادادن به حکومت اسلامی و افراد سربره، یعنی گفته من نیست، من این واژه به واژه صحبت کری رو براتون ترجمه کردم و براتون توضیح میدم. با هم بریم گوش بکنیم. امیدوارم اگر کمی عقب جلو بالا پایین شد به خاطر تفاوت بودن صدایی که به من میرسه، باید منو به بزرگیتون ببخشید، اما سعی کوشش میکنم تا واژه به واژه ما جلو بریم. خب هر موقع که حاضرید. من صدا رو ندارم درون این استودیو، اگر میشه از اول شروع بکنید. خب صبح بسیار زود، همگی به خیر، روز و شب طولانی بوده است. باز اگه میشه صدا رو ببریم بالاتر، بازم بالاتر میتونیم ببریم بالاتر، و بعد اگه میشه از اول پخشش بکنیم. همینجا خوبه، فقط از اول اگه میشه بعد که اشتباه نکردیم. صبح بسیار زود، همگی به خیر، روز و شب طولانی بوده است. من میخوام نظراتم رو در مورد این مذاکره با شما در میون بگذارم. خصوصا میخوام از دولت سوئیس و سازمان ملل تشکر کنم و ما افتخار میکنیم که در این صبح زود در اینجا هستیم. من میخوام تشکری از همکاران انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، روسی و چینی بکنم. خصوصا میخوام از لیدی کتی اشتون که نه تنها تنها دوست خوبی است، بلکه مذاکره کننده سرسختی هم هست که مدت هاست به دنبال این جریان است، تشکر کنم. من از مباشرت ایشان بسیار سپاسگزارم. میخوام از تیم آمریکا سپاسگزاری کنم. تعداد زیادی افرادی برای مدت طولانی زحمت کشیدن، چه اینجا با ما در سوئیس و چه در آمریکا. آنها خودشان میدانند کی هستند، ولی میخوام یک نفر را تکچین کنم. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه، که سرسختانه و با صبر و مهارت بسیار سال هاست که نمایندگی ما رو در 5+1 عهده دار بوده. در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر پرزیدنت اوباما از من خواست که با شرکایمان به دنبال پیدا کردن یک راه حل صلح‌آمیز برای برطرف کردن نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد برنامه اتمی ایران باشند. ماه گذشته 5+1 وارد مذاکراتی با شتاب بیشتری شد. بعد از اینکه سالها در نقاط مختلف دنیا دیدارهایی در تلاش برای گفتگو جدی با ایران شده بود. هدف بسیار ساده بود. ایران باید صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود رو ثابت می‌کرد و اطمینان حاصل بشه که ایران نمی‌تواند به سلاح اتمی دست یابد. علت این بسیار روشن است. شورای امنیت سازمان ملل فرموده بود که آنها مطیع MPT و یا استاندارد سازمان انرژی اتمی و یا استانداردهای دیگه نیستند. مسلما مکانهای محرمانه که دارای چندین سانتریفیوژ هستند و در دل کوه پنهان شدند و برای غنی‌سازی استفاده می شود، نگرانی های خیلی ها رو موجب شد و بالاخره منجر به برقراری تحریم ها شد. امروز ما قدم جدی را برای پاسخگویی به این سوال های مهم که از طرف شورای امنیت سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی و کشورهای مختلف شده برمی‌داریم. به وسیله توافقی که چشمگیرانه مانع پیشرفت تأسیسات اصلی غنی‌سازی ایران و قسمت‌هایی از برنامه اتمی‌اش می‌شود و اطمینان حاصل می‌کند که نمی‌تواند
طوری پیشرفت کند که تهدیدی برای دوستانمان در منطقه به کشورهای دیگر و یا دنیا باشد. در واقع اگر این اولین قدم به هدفهای نهایی ما که یک قرارداد فراگیرنده مجرد شود، دنیا امتر خواهد بود. من میخوام تأکید کنم که این قدم اول برنامه رو از آنجایی که امروز هست به عقب میبرد که بدون این توافق نامه میسر نبود. این قرارداد دوستان ما رو در منطقه امن‌تر میکنه، اسرائیل را امن‌تر میکنه. این جریانی مشکل و طولانی بوده، هم برای ما مشکل بوده، هم برای متحدینمان و هم برای دولت ایران. اجازه دهید به طور واضح بگم که مرحله بعدی مشکل‌تر و دارای نتایج مهمتری خواهد بود. ما اختلاف زیادیمون با ایران داریم که هنوز باید حل بشه، ولی ما نتوانستیم به این توافق برسیم. اگر دولت ایران تصمیم نگرفته بود که به پای میز مذاکره بیاد، من میخوام امشب بگم که ظریف وزیر خارجه خیلی زحمت کشیده، خیلی سنجید. ما مسلماً ترجیح میدیم که آنها تصمیم به این گرفتند که اینجا بیان و برای رسیدن به یک توافق سخت تلاش کنند. ما از وزیر خارجه برای تلاش‌هاشون در این مورد سپاسگزاریم. حال باید با هم همکاری کنیم تا حرفایی را که ایران بارها زده که برنامه‌اش صلح‌آمیز است را به دنیا ثابت کنیم. ما با این قدم اول فضا و وقت برای به دنبال کردن یک توافق جامع که پرزیدنت اوباما در اولین روز ریاست جمهوریش بیان کرد رو به وجود بیاریم، و اون این است که مطمئن شیم ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکنه. پرزیدنت اوباما و دولتش حتی وقتی که من هنوز در کنگره بودم شدیداً به دنبال این هدف بودن و تحریم‌های شدید و بی‌سابقه‌ای رو برقرار کردند. او با کشورهای مختلف کار کرد تا شرکت فراگیری در این تحریم‌ها شود. این برای موفقیت تحریم‌ها بسیار کلیدی بوده. ما باور داریم که این تحریم‌ها بودند که منجر به مذاکره شدند و نهایتاً منجر به مذاکرات برای یک توافق جامع در حال حاضر. استنباط اشتباه نشه، برداشت اشتباه نداشته باشه که تحریمات به خودی خود یک هدف بودند. اینطور نبود. هدف ما از تحریمات همیشه مذاکره بوده و دقیقاً آن همون چیزی است که الان داره اتفاق میفته. هدف مذاکرات رسیدن به یک توافق قوی و تحقیق آمیز برای تضمین صلح آن بوده و برنامه اتمی ایران. بیش از 4 سال است که جامعه بین‌المللی حاضر به گفتگو با حسن نیت بوده. ما در مورد اینکه هر کاری برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی بوده انجام دادیم و خواهیم کرد. بسیار شفاف بودیم. ما در ضمن گفتیم که یک راه حل صلح‌آمیز را ترجیح میدیم، یک مسیر صلح‌آمیز برای ایران که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی پاسخ بده. نتیجتاً ما امروز اولین گام را در اون جهت برمی‌داریم و برداشتیم.
میزان اقداماتی که ما بهشان تعهد کردیم 6 ماه باقی خواهد ماند و پاسخ نگرانی های مبرم در مورد برنامه اتمی ایران را می دهد. از آنجا که خیلی خبرهای نادرست و حتی گمراه کننده درد شدند، میخوام توضیح بدیم که دقیقاً این قرارداد شامل چیست. اولا مهمترین ترکیبات در برنامه هسته‌ای را در جا قفل میکنه و مانع پیشروی اونها میشه، به طوری که ذخایر یورانیوم غنی شده را به عقب رانده و طول زمان رو برای از هم گسیسته شدن آنها بیشتر میکنه. این موجب درمان بودن مردم میشود. ما اجازه ورود روزانه به تأسیسات کلیدی خواهیم داشت و این به ما فرصت این رو میده که با سرعت و اطمینان بیشتری تشخیص بدیم که ایران مطیع است. ایران قبول کرده است که هر گونه غنی‌سازی بالای 5% را متوقف کنه. ایران قبول کرده که تمامی ذخایر یورانیوم 20% خود را با رقیق تر بکنه و یا تبدیل بکنه. این به این معناست که امروز که ایران 200 کیلو یورانیوم 20% داره که میتونه آن را به آسانی برای سلاح هسته‌ای بیشتر غنی‌سازی بکنه. در 6 ماه مقدار یورانیوم 20% به صفر خواهد رسید. ایران در 6 ماه آینده ذخایر یورانیوم 5.3% خود را اضافه نخواهد کرد. ایران در 6 ماه آینده تأسیسات جدید غنی‌سازی احداث نخواهد کرد. ایران سانتریفیوژ های جدید تولید خودش رو انجام نخواهد داد مگر برای جایگزینی آنهایی که خراب شده باشند. مهمتر آن که ایران راکتور عراق را که نیمه کار است به کار نخواهد انداخت، چون اگر به کار بیفته ایران میتواند از طریق پلوتونیوم به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. برای اینکه مطمئن باشیم این تعهدات انجام میگیره، ایران قبول کرده است که برنامه خود را تسلیم بازرسی های بی سابقه ای بکنه. این به جامعه بین المللی بیشترین تصویر و درون بینی رو از برنامه هسته ای ایران که تا به الان انجام شده رو خواهد داد. این قدم اول میخواد واضحا بگه که به ایران حق غنی سازی نمیدیم. کاری ندارم که چه جور استنباط بشه، در این سند نیست. در 4 گوشه از MPT حق غنی‌سازی وجود ندارد. در این سند، در این قرارداد آمده است که برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران مشروط بر مذاکرات و موافقت متقابل است و فقط با موافقت متقابل در حین مذاکره تصمیم گرفته خواهد شد که آیا غنی‌سازی می‌شود کرد یا خیر. چون همانطور که گفتم اخبار ضد نقیض بسیاری وجود داره. میخوام توضیح بدم که این قدم اول شامل چه هست و چه نیست. در ازای قدم هایی که من نام بردم و قدم های دیگر که ایران برخواهد داشت، جامعه بین الملل معافیت های محدود رو به ایران میده که میخواهیم تأکید کنیم کاملا قابل برگشت هستند. مواد اصلی این معافیت ها فروش نفت ایران را ثابت نگه می‌دارد و اجازه میده که 4.2 میلیارد دلار از فروش آن را به ایران برگرداند، که غیر از این به یک حساب خارجی که به خاطر تحریم ها محسود شده است واریز می‌شود. بعضی از تحریم ها مثل واردات تلاجات و فلزات گرانبها، صنایع ماشین سازی و صادرات پتروشیمی به حالت تعلیق در خواهند آمد، که احتمال آن را دارد که 1.5 میلیارد دلار درآمد صادراتی برای ایران در بر داشته باشد. اینها برای منفعت مردم ایران است. به علاوه اینکه
ما معاملات بشر دوستانه را راحت تر می کنیم. این معاملات در حال حاضر طبق قوانین آمریکا مجاز هستند. قانون آمریکا لازم نیست که عوض بشه. قوانین تحریم ها میتونه کمک های بشر دوستانه را معاف میکنه. این منبع جدید درآمدی برای ایران نیست. ما فقط کمکشان میکنیم تا بتوانیم به مردم ایران کمک بیشتری کرده باشیم. این فقط دسترسی به بعضی از کالاها رو آسان‌تر می‌کنه که هیچ وقت قرار نبود دسترسی به آنها ممنوع باشه. من می‌خوام تأکید کنم که بنای تحریم‌ها که پرزیدنت اوباما و متحدینمان در سراسر دنیا ریختند در طول این 6 ماه سر جای خود باقی خواهند ماند. من جمله تحریم نفت و امور مالی. در این 6 ماه تحریمات نفتی بیش از 25 میلیارد دلار ضرر مالی به ایران وارد می کند و یا به گفته دیگر بیش از 4 میلیارد دلار در ماه. بنابراین با اینکه ایران دسترسی به 4.2 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود را خواهد داشت، بین 14 تا 16 میلیارد دلار میلیارد دلارش دور از دسترس خواهد بود. با متحدینمان ما مصمم هستیم که اکثر تحریم هایی که وجود دارند را شدیداً اجرا کنیم. تکرار می کنم، این اولین قدم است، ولی قدم اولی است که ضامن این است که وقتی قدم دوم به سوی یک توافق جامع برداشته می شود. اساس برنامه ایران فعلا پیشرفت نکنه. نتنز، عراک، سانتریفیوژها و چیزهای دیگر که مهم هستند. من به همه شما میگم که گرچه ما این دور از اول مذاکرات را به پایان میرسانیم، شاید بعدها به دستاوردهای بزرگی برسیم. این مسئولیت ماست که به دیپلماسی تعهد قاطع داشته باشیم و در تصمیماتمان سرسختانه همانند آنچه که در سالهای گذشته موجب هماهنگی فشارها شد و ما را به این مرحله رسان عمل کنیم. دولت ایران این مسئولیت رو داره که قبول کنه این قدم اول یک آزمایش ساده است. فکر میکنم امشب شما شنیدید که وزیر امور خارجه تکرار کرد که آنها یک برنامه صلح‌آمیز دارن و این تنها مقصود آنهاست. ثابت کردن مقاصد صلح‌آمیز کار مشکلی نیست. ما میخواهیم که این قرارداد نهایتاً همین کار را بکنه. در آخر میخوام بگم که کسانی که حتما خواهند گفت که این قرارداد درش عیب و ایراد است، آنها مسئولند که بگویند آلترناتیو بهتر چیست. بعضی ها میگویند که ما فقط باید فشارها را ادامه دهیم، تحریم ها را بیشتر کنیم و اینها موجب این میشوند که ایران تسلیم شود و یا متلاشی شود. هیچ کدام از این متخصصین و یا کشورهای 5+1 باور ندارند که همچنین نتیجه‌ای به دست می‌آید. در عوض ما باور داریم که همزمان با فعالیت ما در این راستا برنامه ایران پیشروی می‌کرد و به جلو می‌رفت و خطرناک‌تر برای منطقه می‌شد. کشورهایی مثل اسرائیل و امارات که الان احساس تهدید می‌کنند، آن موقع بیشتر احساس تهدید می‌کردند. ما باور داریم که این منجر می شود که ایران دارای ذخایر بیشتر، سانتریفیوژ های پیشرفته تر و پیشرفته بیشتر در طریقه پلوتونیوم می شد. پرزیدنت اوباما باور داره که این به سود هیچ کس نیست.
در سال 2003 وقتی که ایران به دولت قبلی آمریکا پیشنهادی در مورد برنامه اتمیش عرضه کرد، 164 سانتریفیوژ داشتند. آن پیشنهاد قبول نشد و تحریم ها شروع شد و امروز 19,000 سانتریفیوژ دارند و این تعداد داره بیشتر میشه. بنابراین مردم مسئولن که در مورد این گزینه قضاوت کنن. من و پرزیدنت اوباما آسوده خاطریم که برای رسیدن به یک توافق کامل انتخاب درست رو انجام بدیم، در ضمن گذاشتن کل سیاستمان را در تحریم ها موجب تقویت ائتلافمان با کشورهای دیگر برای آوردن ایران به سر میز مذاکره نمیشد. به جایش موجب تضعیف آن ائتلاف میشد. خیلی ها باور دارند که ادامه دادن تحریم ها وقتی که ایران حاضر به مذاکره است، رژیم تحریم ها را در هم میکوبد. بعضیا عملیات نظامی را راه حل اولیه میدانستند. من و پرزیدنت اوباما قبول نداریم. که جنگ یک راه حل دائمی است و هیچگاه نباید اولین گزینه باشه. چنین گزینه‌ای ریسک‌های بسیار بزرگی رو در بر داره و همونطور که پرزیدنت اوباما بارها گفته است، در این حال که آن گزینه در روی میز است و از روی میز برداشته نمی‌شود، وی باور دارد که فقط زمانی انجام میشه که همه تلاش‌ها برای راه حل دیپلماتیک انجام شده، مگر اینکه یک اتفاق اضطراری رخ بده که عکس العمل متفاوتی لازم داشته باشه. من در پایان سخنانم به این اشاره میکنم که تنها هدفی که ما را به ژنو آورده است، تنها هدفمان هنگام ترک ژنو باقی خواهد ماند و آن مطمئن شدن از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. ما در آن یک هدف ثابت قدم هستیم. وزیر خارجه ایران تأکید میکنه که آنها قصد ندارن این کار را بکنن و ولایت فقیه یا رهبر میگه که فتوایی هست که آنها را از این کار منع میکنه. ما خواهان این هستیم که ببینیم یک روندی وجود دارد که اینها را ثابت بکنه، نه با حرف بلکه با عمل. ما آماده هستیم که با حسن نیت و با احترام متقابل در این مورد عمل کنیم، همانطور که در چند روز اخیر عمل کردیم، محترمانه در فضای مؤدبانه، حتی وقتی که مشکل بود ما به سوی روندی برای اطمینان یابی به برطرفی این تهدید حرکت کردیم. در این یک هدف ما کاملا ثابت قدم هستیم و ما تعهد کامل به این مأموریت داریم و در این تلاش ها ما هر کاری که از دستمان بر بیاد و انجام خواهیم داد. خبرنگار واشنگتن پست داره میپرسه شما نکات زیادی را در مورد کارهای لازمه از طرف ایران و آرزوهای شما بر این که چه کارهایی را در سطح تکنیکی انجام دهد بیان کردید. ممکن است توضیح دهید که مفهوم قرارداد در طولانی مدت چه خواهد بود؟ در طول چند ماه گذشته برای اولین بار یک دیپلمات در رکن شما از طرف آمریکا و همچنین از طرف ایران در مورد موضوعی گفتگو کردند. چه برسد در این مورد؟ نقطه نظر و آرزو شما در مورد قدم‌های بعدی در مورد روابط آمریکا با ایران چیست؟ کری جواب میده: مسلماً از دید من و همچنین دید پرزیدنت که ریسک بزرگی را در متحد کردن ما در پیشرفت این جریان تقبل کرده پنهان نمانده که این امر کوچکی نیست که از سال 1979 برای 34 سال ایران و آمریکا نتوانستند که با هم گفتگو کنند. شک و تردیدها و کینه و دشمنی‌های زیادی روی هم انباشته شده. اینجا و آنجا کمک‌هایی شده. مثل وقتی که ما در سال 2001 به افغانستان رفتیم، ایران کمک هایی به ما کرد.
ولی به طور کل می شود گفت که گزینه های ایران موانع مهمی را ایجاد کرد و نگرانی های بزرگی را برای دوستان ما در منطقه، برای اسرائیل، برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگران به وجود آوردند و بعضی از گزینه های ایران در رابطه با ثبات منطقه نگران کننده بوده است و ما الان فقط تمرکزمان روی برنامه هسته ایست. خیلی زوده که در مورد موارد دیگر صحبت بکنیم. البته ما امیدواریم که ایران گزینه های درستی را انتخاب بکنه و به جامعه بین المللی بپیونده و اولین قدم این است که مشکل هسته ای برطرف بشه. این نباید کار دشواری باشه. اگر شما مصمم هستید که پای قولت که میگویید برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است بایستید، امید ما این است که گفتگو در مورد مسئله اتمی و حل اختلافات آن با سازمان ملل و جامعه بین‌المللی منجر به آن چیزی بشود که وزیر امور خارجه و پرزیدنت روحانی درباره آن صحبت کردند و آن را یک رابطه تازه با غرب و همسایگانشان است. ولی هیچ کس که من میشناسم ارزش اسمی برای این حرفا قائل نیست. این حرفا با انتخاباتی که ایران میکند و اعمالی که انجام خواهد داد ثابت خواهد شد. پرزیدنت اوباما حاضر است که مراحلی را به اجرا بگذارد که بتواند این اعمال را ثابت کند و این حرفها را به آزمون بگذارد. دقیقاً این کاری است که ما الان با این قدم اول انجام میدیم. ما امیدواریم که در کوتاه مدت بتونیم به توافق کاملی برسیم که شامل ضمانت‌های لازم برای دوستانمان در منطقه باشد. در اینجا میخوام شفافاً به اسرائیل، به دوستان دیگرمان در منطقه و یا همسایگانی که احساس تهدید میکنند بگویم که قدم بعدی خواهان سلسله مراتب مطمئنی هستند که هر نوع امکان حاضر برای ساختن سلاح هسته‌ای را از بین خواهد برد. برای آن لازم است که بعضی قطعات را پیاده بکنیم، بعضی عملیات را متوقف کنیم و خواهان انتخابات گزینه‌های اصولی است و ما حاضریم که با ایران همکاری کنیم تا بتوانیم پروتکل‌هایی را برای رسیدن به این مقاصد اجرا کنیم. این پتانسیل این را دارد، این پتانسیل این را داره که لحظه ای پر اهمیت باشه، ولی من اینجا فاتحانه نمی ایستم و به شما پیشنهاد این را نمی کنم که کار تمام است. این یک قدم به سوی یک هدف بسیار مهمتر است، هدفی که دستیابیش خیلی مشکل تر است و آن داشتن یک برنامه کامل مطمئن و قابل اثبات، اینکه فقط صلح‌آمیز است می باشد و ما الان باید برای این منظور فعالیت کنیم. خبرنگار بلومبرگ نیوز میپرسه آیا بنجامین نتانیاهو با شما در مورد این قول و قرار تماس گرفته است و شما چه جوابی برای انتقادات اسرائیل در مورد این که کم کردن تحریم ها موجب میشود که شما روی ایران نفوذ کمتری امروز نسبت به دیروز خواهید داشت و بنابراین کم تر احتمال میره که به یک توافق نهایی برسید؟ در ضمن شما گفتید اصل تحریم ها پاورجای میماند. آن تحریم ها مدت هاست که در جریان هستند و مدت هاست که انتقادات پرسر صدایی از نمایندگان کنگره شنیده شده که خواهان تحریم های بیشتری هستند. خبر در پست الکترونیکیم هست که یکی از سناتورهای جمهوری خواه گفته که این توافق کافی نیست. 5+1 تعهد میکنه که در ظرف 6 ماه آینده تحریم های اتمی ایران رو بیشتر نکنه، به شرط آنکه ایران تابع قرارداد باشه. شما چگونه می توانید مطمئن باشید که سر حرفتان می مانید وقتی که کنگره مایل به تحریمات بیشتر است؟ جان کری جواب میده. دو سوال بسیار خوبی بود و من هر دو رو جواب میدم.
اول در مورد اسرائیل و بنجامین نتانیاهو. جناب نتانیاهو دوست من هستند، کسی است که من برایش خیلی احترام قائلم و همکاری خیلی نزدیک با وی دارم، مخصوصا در حال حاضر در مورد طرح صلح خاورمیانه. من با وی چند بار در هفته صحبت میکنم. من در چند روز اخیر در مورد این مسئله با وی گفتگو کردم، چون ما با هم در مورد یک تاکتیک اختلاف نظر داریم. بدین معنا نیست که در استراتژی کاملا هم فکر نباشیم. تاکتیک این است که آیا تحریم ها را بیشتر کنیم یا از این فرصت استفاده کنیم، پیشرفت برنامه را متوقف کنیم و تضمین این را داشته باشیم که بتوانیم برنامه‌هایشان را بررسی کنیم و در عین حال به فشارها ادامه دهیم. این فقط یک اختلاف نظر در محاسبات است، ولی هیچ گونه اختلاف نظری بین آمریکا و اسرائیل در مورد هدف نهایی ما نیست. ما نمی‌توانیم ایرانی داشته باشیم که همسایگانش را تهدید می‌کند و دارای سلاح اتمی است. از روزی که پرزیدنت اوباما رئیس جمهور شد، صراحتاً گفت که ایران سلاح اتمی نخواهد داشت. حال ایران می‌گوید که نمی‌خواهد سلاح اتمی داشته باشد و دنبال سلاح اتمی نیست. بنابراین باید برای ایران خیلی راحت باشد که همان کاری را انجام بده که کشورهای دیگه که غنی سازی میکنند و نشان میدهند که برنامه‌شان صلح‌آمیز است انجام میدهند. ما دنبال همچین چیزی هستیم و کاملا با دوستانمان در اسرائیل در این مورد همگام هستیم. من بارها گفتم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. در نهایت باید ثابت بشه که این برنامه صلح‌آمیز است. باید ببینم که با یورانیوم چه کار میکنند. محدودیت‌هایی برای بعضی اجزا باید باشه. محدودیت‌هایی برای نوع تسلیحات باشه. عراق یک تأسیسات آب سنگین پلوتونیوم است که جایی در یک برنامه صلح‌آمیز نداره. ما در این مورد خیلی واضح بودیم. خیلی چیزهای دیگر هم هست که من الان اسم نمیبرم، ولی خیلی واضح هست که آمریکا و اسرائیل هدف و منافع استراتژیکی که یکسان دارند. ما در مورد این سیاست در کنار اسرائیل و دیگر متحدانمان در منطقه که نگران این هستند که ایران چه کار خواهد کرد و یا نخواهد کرد خواهیم ایستاد. در مورد کنگره من اعتماد به نفس کامل به همکارانم در کنگره دادم. من فکر میکنم آنها با دقت به این توافقنامه نگاه خواهند کرد و من علاقمندم که در مورد توافقنامه با آنها صحبت بکنم و توضیح بدم که چه کار کردیم و چرا عقیده به کارمان داریم. ما میخواهیم که با کنگره همکاری کنیم تا بتونیم به اهدافی که کنگره با خاطرشان دستور تحریم ها را داد برسیم. کنگره به دنبال مذاکره بود. اگر نهایتاً ما در جایی اختلاف نظر با هم داشتیم، کنگره میتواند کار خودش را بکند و البته پرزیدنت هم حق وتو دارد. ولی من نه فکر میکنم به آنجا کشیده شود و نه میخواهم به آنجا کشیده شود. من فکر میکنم که کنگره حکمت پیشبرد این توافق رو برای رسیدن به اهدافی که قبلا گفتم خواهد دید، با مشخص کردن دقیق خط مشی که به وسیله آن به اهدافشان میرسیم و با یک تلاش مشترک ما به تمایل به کنگره گزارش میدیم و همکاری میکنیم. کنگره یک شریک خیلی مهمی برای آزمایش این قرارداد در 6 ماه آینده است. و برگشت گفت که برید بخوابید. کسانی که بعد میرفتن میخوابیدن، چون تا صبح واقعا زحمت کشته بودن. کار مهمیه. کشورها به دنبال منافع خودشون هستن. یکی به یکی اینها رو براتون خوندم، واژه به واژه. قضاوتش با مردم، قضاوتش با تاریخ، قضاوتش با روزهایی که در راهه. چه بلایی قرار سر این مردم بیاد، سر این مملکت بیاد، چه نقشه‌ای کشیده شده. همه کشورها به فکر منافع خودشون هستند. بارها گفتم، باز تکرار میکنم، هیچ کشوری، هیچ پرزیدنت یا ریاست جمهوری در سطح جهان، نخست وزیری، پادشاهی به فکر آزادی، دموکراسی، قانون اساسی بر پایه حقوق بشر نبوده و نیست و نخواهد بود.
اصلا پذیرفتنی هم نیست که باشه. اون چیزی که در سال 79 دیدید یا امنستی اینترنشنال و سازمان های حقوق بشر رو انداختن، پول شرکت های نفتی بود که سر و صداشون رو ببرن بالا، از خبرنگاران بسیار حرفه‌ای استفاده بشه برای انجام کاری که در سطح جهان چهره بدی برای شاه و چهره خوبی برای خمینی و اسلامیستا داشته باشه، و رسوندن صدای ایرانی ها با شعار مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، به سطح جهان که آقا این شاه خونخوار، مردم این شاه رو نمیخوان، پس ما باید رابطمون رو با شاه قطع کنیم، با اینها قراردادهای بعدی رو بنویسیم. اون داستان در اون سالها به مراتب متفاوت است با آن چیزی که امروز میبینید. در نه هیچ کجا این قرارداد نوشته شد که براتون خوندم، نه قراردادهای قبلی، نه بعدی که آقا رژیم چنج در روی پروندهش روی میز کنگره آمریکا یا سنا یا شورای امنیت یا غیره باشه. اگر فکر کردید که آقا بشینیم شاید آمریکایی‌ها بیان، اسرائیلی‌ها بیان بمون بزنن یا نمیدونم کشورهای دیگه متحد بشن ما رو نجات بدن، همچین خواب خیالی نیست، به هیچ عنوان نیست. و حتی اگر بر فرض محال 1% وجود داشته باشه، اونها برای مردم ایران این کارو نمی‌کنن، دارن برای حفظ منافع خودشون، برای اینکه بتونن قراردادهای نفت و گازو مجدداً 1:99 ببندن انجام میدن. الان ذخایر نفت ما در منطقه به حداقل رسیده و اگر بخوام استخراج بکنیم احتیاج به صدها میلیارد دلار هزینه است تا بتونیم مورد بهره برداری قرار بگیریم. کی قرار این کارا رو بکنه؟ چه کشورهایی قراره که بیان در ایران سرمایه گذاری بکنن تا بتونن استخراج نفت بیشتری رو داشته باشیم؟ برای دل من شما بکنن؟ برای به فرض خانمی که تو خیابون کتک داره میخوره یا حجابش بالا پایین بوده بکنن؟ یا اینکه شما فکر میکنید اوباما در کاخش نشسته و نگاه میکنه که آی این مردم تفلی گناه دارن، بیام به کمکشون بریم؟ آقای اوباما اگه خیلی بیلزن باشن دم باغچه های این آمریکا رو بیل میزنن که مردمش از صبح تا شب گرفتار 1001 مصیبتن. آگهی داریم؟ بله. خب هر زمان که داریم شما این آگهی رو پخش بفرمایید، بعد از اون من در خدمت شما هستم. هم میهنان گرامی و بینندگان تلویزیون ایران آریایی، در این دوران بسیار بحرانی کشور عزیزمان ایران، حمایت 100% مالی شما برای ادامه فعالیت این رسانه بسیار مهم و حیاتی است. لطفاً حمایت‌های خود را از طریق صندوق پستی این تلویزیون و یا از طریق پیپل و واریز به حساب بانک و همچنین با استفاده از کارت‌های اعتباری خودتان به این رسانه ملی میهنی و مبارز انجام دهید. روش‌های حمایت از تلویزیون ایران آریایی با مراجعه به تارنمای تلویزیون ایران آریایی www.ieatv.com و کلیک بر روی گزینه حمایت و استفاده از تارنمای www.paypal.com ما را همیاری فرمایید. اطلاعات بانکی تلویزیون ایران آریایی جهت حمایت‌های همیهنان عزیز: بانک آف امریکا، اکانت نامبر 00560-25026، راوتینگ نامبر 12200661، سویفت کد BOFAUS3N. همیهنانی که مایل به استفاده از کارت‌های اعتباری خود جهت حمایت از تلویزیون ایران آریایی هستند، می توانند با شماره تلفن 1-818-564-4013 تماس برقرار فرمایند. آدرس صندوق پستی تلویزیون ایران آریایی 8816 فوت هیل بولوار،
نمبر 103-190RC-California زیپ کد 91730USA. سپاسگزاری میکنم از همه عزیزانی که به این رسانه یاری میرسونن. امیدوارم که در ادامه این برنامه هم با شماره تلفن تلویزیون تماس بگیرید و ازتون خواهش میکنم که یاری برسونید به رسانه تا این صدا و تصویر بتونه کماکان در سطح ایران و سایر کشورهای جهان پخش بشه. این مفاهیم مهم هست در تاریخ ما. هر آنچه که شما در طول زندگی انجام میدید برای خودش محفوظ، اما واقعا برای زمانی که آدم احساس میکنه باید یک سرمایه گذاری بکنه، همونطور که شما در زندگی شخصیتون سرمایه گذاری میکنید برای حفظ منافع خودتون، برای آب و خاکتون هم سرمایه گذاری باید بکنید. این نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورها انجام میشه، ولی ما تا حد بسیار زیادی کوتاهی انجام دادیم. وقتی میگم ما یعنی جامعه ایرانی رو دارم خدمتتون عرض میکنم، جامعه‌ای که دست و همچین دستی بر آتش داره و وضعش هم بد نیست. من بارها خدمتتون عرض کردم هر ایرانی از یه دلار تا هر چقدر که دوست داره بتونه ماهیانه کمک بکنه به رسانه که این رسانه بتونه مخارجش رو پرداخت بکنه و افراد و تحلیلگران مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حتی در بعضی اوقات ورزشی و هنری بتونن با جامعه صحبت بکنن، از این دوران بتونیم به راحتی عبور بکنیم، دورانی که فرانسوی‌ها در زندگیشون گذروندن، اون رنسانسی رو که انجام دادن، تاریخ شفاهی خودشون رو آغاز کردن، تاریخ مکتوبشون رو نوشتن، به چاپ رسوندن، اشتباهات خودشون رو سعی کردن جبران بکنن، دست از سانسور برداشتن و امروز ببینید که فرانسوی کجا قرار گرفتن و چگونه زندگی میکنن. ما حالا دارای چه شرایطی هستیم؟ متاسفانه بدبختی این ویروس آخوندی و اسلامی کشور ما رو گرفته و به همین زودی هم نمیره. حال دو تا نظریه وجود داره: آیا قراره که به صورت سرطان بشه و ایران رو نابود بکنه، یا مثل ویروس سرماخوردگی میمونه که باید این مدیسن رو به قول معروف آمپول دوا رو بخوری و بزنی تا بتونی یه جوری از این مانع عبور بکنی. 34 ساله که جامعه گرفتار چنین مصیبتیه. اصلا جامعه ایرانی به دنبال افکار اسلامی، حکومت اسلام، اسلامی حکومتی اصلا این حرفا نبود، ولی ببینید کجا قرار گرفتیم. 34 سال میتونستیم کجا باشیم امروز، ولی خب این همه رفته. ما از دست دادیم، چه به عنوان انسان، به عنوان نیرو، نیروها در خارج از کشور مستقر شدن، پول در خارج از کشور مستقر شده، مردم ایران در بدترین شرایط و وضعیت بسیار بسیار ناگوار زندگی میکنن. وقتی میگم مردم ایران، منظورم اون یه عده خوشنشین بالا شهر تهران، کسانی که بازاری هستن نیست، یا همچنین شهرهای کوچک و بزرگ، منظورم اکثریت قریب به اتفاق جامعه، بیش از 80% این جامعه در وضعیت بد اقتصادی دارن زندگی میکنن. حالا دیگه وضعیت اجتماعی، وضعیت معیشتیشون رو کنار بگذاریم، اجازه بدید که با هم بریم به یه لینکی از حسن روحانی نگاه بکنیم، ببینیم حسن روحانی هم حرفایی زده. ولی وقتی که قسمت جالبش اینه که میدونه دیگه زیر ذره‌بینه، حرف زیادی هم موقوف، چون اگه بخواد حرفی بزنه مجبور میشه که انجام بده. یکی به نعل یکی به میخ میزنن، اما اینا صحبتاشون رو فقط برای در واقع خرید داخل کشوره، سر مردم داخل کشور رو گرم بکنن که آقا ما تو این صد روز کاری هم کردیم، ببینید چقدر متفاوت هستیم. وقتی تازه انتقاد میکنه دولت قبلی همکارانش خود همین آقایون بودن، دولت جدید هم همین خانواده و همین آقایون هستن، هیچ فرقی نکرده. امید دارم تا جامعه اینها رو متوجه بشه و بعد اصل واقعیت رو جایگزین بکنه. آماده هستیم؟ بریم با هم نگاه بکنیم این صحبت‌های روحانی هم، شما خودتون قضاوت میکنید. دستاوردهای صد روز گذشته و چشمانداز روزهای باقی مانده دولت از پنجره رسانه ملی. مردم ایران، رئیس جمهور دیشب طبق قولی که در زمان تبلیغات انتخاباتی به مردم داده بود، مقابل دوربین ها اومد تا از صد روز عملکرد دولتش به مردم گزارش بده.
رئیس جمهور در این گزارش 110 دقیقه‌ای 35 دقیقه از دولت قبل انتقاد کرد و در 75 دقیقه باقی مونده درباره موضوعات مختلف از اقتصادی و هسته‌ای گرفته تا فرهنگی صحبت کرد. رشد تورم، صعود تورم رو تلاش کردیم مهار بکنیم و در این مدت مهار کردیم. تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه‌های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. تقریبا کمبود دارو مرتفع شده به طور کامل و قیمت دارو نسبت به گذشته بسیار متناسب شده. برای اونهایی که بیماری‌های صعب العلاج دارن، بیماری‌های خاص دارن، تسهیلات لازم برای تأمین داروی اونها پیش بینی شده. وضع دارو انشالله بهتر هم خواهد شد با اقداماتی که دولت داره انجام میده. من در بحث هسته‌ای به مردم اطمینان میدم که با تعبیر شما اولین قفل باز شد. ما اون ساختمان تحریم رو پایش لرزوندیم، هیچ شک نکنن مردم. اما برنامه دولت تدبیر و امید برای 114 روز باقی مونده از سال 92، قول مسئولین ما این هست که تورم به 35% خواهد رسید تا پایان سال. بنابراین ما یک قدم مهم در بحث تورم برخواهیم داشت در ماه‌های آینده. دولت تصمیم داره این یارانه رو به همین صورت تا پایان امسال ادامه بده. حالا هر فکری دولت داره برای سال آینده، ما انشالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال دو بسته کالایی رو انشالله به مردم تقدیم خواهیم کرد. دولت تصمیم گرفت که از همین ماه تو ماه آذر انشالله توزیع شیر رایگان رو برای مدارس انجام بده، هم برای دوره ابتدایی در سراسر کشور، هم اون بخش اول متوسطه، 3 سال اول متوسطه. رئیس جمهور برنامه های دولت برای سال آینده رو هم اینطور تشریح کرد. برای سال آینده ما چند تا برنامه رو مد نظر داریم. یکیش بحث مرحله دوم یارانه است که داریم فکر میکنیم و طراحی میکنیم که سال آینده اجرا بشه. یکی مهار تورم هست که گفتم ما سال آینده برنامه ما اینه که تورم رو انشالله برسونیم به زیر 25% تا پایان سال 93. تلاش ما اینه که رشد اقتصادی ما حداقل مثبت 3 باشه. ما برای سال آینده تلاش ما اینه اگر بتونیم نرخ ارز رو هم، یعنی یکسان سازی نرخ ارز جزء هدف‌های ما در سال 93 است. آقای روحانی به مردم قول داد دولت در مذاکرات هسته‌ای آینده هم در چارچوب اصول حرکت کنه. در هسته‌ای من میخوام به مردم اطمینان بدم حق هسته‌ای ما با قدرت بیشتر، با شفافیت بیشتر عملیاتی میشه، اجرایی میشه. حتی بخش غنی‌سازی که یه بخشی از حقوق هسته‌ای ماست ادامه پیدا میکنه، همین امروز هم ادامه داره، فردا هم ادامه خواهد داشت و هیچ وقت غنی‌سازی ما متوقف نخواهد شد. این خط قرمز ماست. رئیس جمهور در ادامه اشاره کوتاهی هم به مسائل فرهنگی داشت و با تاکید بر این نکته که سیاست دولت کاهش تصدی در امور فرهنگیه از واگذاری مسائل فرهنگی به صاحبان اونها خبر داد. دکتر روحانی در ادامه با تاکید بر حفظ و تقویت وحدت و انسجام داخلی از همه خواست آستانه تحملشون رو بالا ببرن. رئیس جمهور در پایان این گفتگوی زنده تلویزیونی به مردم قول داد دولت قطعاً با کمک مردم بر همه مشکلات فائق خواهد آمد. این دکتر واقعا جایی بسیار تأسفه و تأثر که جامعه ایرانی یه همچین قیافه هایی رو با یه همچین منطقه هایی رو با یه همچین تفکری رو با نام ریاست جمهور دارن. جامعه ایرانی 37 سال پیش رشد اقتصادی بالای 11 داشت. 37 سال، 38 سال پیش جامعه ایرانی 38 میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. 36 سال پیش، 35 سال پیش
اگر به دنبال فقط اینها بود که خب چرا این اتفاقات افتاد، چرا عوض کرد که بیاد تازه برگرده به 40 سال پیش که بخواد شیر رایگان، اونم چه شیری اون زمان با این زمان، تعلیماتی که در مدارس و دانشگاه ها بود در اون زمان، آزادی هایی که در اون زمان، بعد از 34 5 سال در این زمان تازه داره قولشو میده، همون صحفای خمینی است، سعی میکنیم انجامش بدیم، منتظر باشید، بمانید که ما در راهیم که بهتون برسه. ببینید شما وقتی که به مردم دروغ میگید، فشار روی مردم میذارید، مردم رو تنبیه میکنید، شکنجه میکنید، دار میزنید، تکه پاره میکنید، از شمشیر استفاده میکنید، از چاقو و زور و فوش ناموس و خواهر و مادر و بیچاره کردن مردم و غیره استفاده میکنید، این فنر تا یه جایی پیش میره. نمیدونم کی، آیا این نسل به پا خواهد خواست و کشور خودش رو پس خواهد گرفت و برای همیشه نقش آخوند در ایران نابود خواهد شد. من این رو خدمتون عرض بکنم، بترسید از این، یه مستقیما دارم همین آخونده هم خودشون ریشاشون رو میزنن اون روز و تمام کسایی که طرفداران این آخونده بودن خودشون هم این کار رو خواهند کرد. نمیدونم که انجام میشه، ولی شما وقتی این فشار رو میذارید، اون زمانی که باید تغییر و تحول انجام بشه خیلی فشارش بیشتر خواهد بود. هر چقدر این فشار بیشتر باشه، فشار اقتصادی، فشار اجتماعی، فشار فرهنگی، فشار تاریخی، از هر طریق فشار شما بگید روی مردم هست، ستلایت جمع کردن، دیشا رو جمع بکنن، کتک بزنن مردمو، چی میخوری چی نمیخوری، مواد مخدر رو به صورت رایگان دیگه توزیعش بکنن در سطح کشور و بعد وقتی که اینها میان معتاد میشن بگیرن اعدامشون بکنن، اونها رو خودشون در اختیارشون میذارن بعد از این اعدامشون میکنن. اگر این آقا خیلی به فکر مردم هست، آقا یه مقداری در رابطه با این رویترز چه صحبت نمیکنید؟ 95 میلیارد دلار ذخیره ولایت فقیه در بانک‌های اروپایی، چرا صحبت نمیشه راجبش؟ آخه آیا این خبر درست هست یا فرانسه، دولت فرانسه و رویتر این رو بازگو کرده، آیا اونها جزء این قراردادها حساب میشن؟ آیا حرفاشون درست هست یا شما اصلا کاری ندارید که این حرفا چه کار خودتون؟ به مردم بیشترین درآمد مردم رو گرفتید، مردم گوشه نگه داشتید که نون میندازید جلوشون، شما کی هستید که بخواید این کارا رو بکنید؟ ولی متاسفانه شما جا انداختن جوری. ببینید مسئله اصلی اینه که اون فایل دخترها آزاد آماده هست در برابر مسجد. من یه فایلی بهتون نشون بدم، شاید قبلا هم پخش شده، ولی در جوامع آزاد شما ببینید وقتی که فشار رو اینگونه میذاری 34 سال هر نوع فشاری که بگید، تجاوز، جنایت، این کار رو انجام میدید، یک زمان این جامعه منفجر میشه. حال در اون کشور نه، در کشورهای دیگه مردم به آن چیزی که کسایی مثل همین روحانی و یا غیره و یا رئیسش اون سدلی یا کسای دیگه اعتقاد دارن و این اعتقادات رو آوردن، اعتقادات شخصی خودشون آوردن کردن حاکمیت و تو سر مردم میزنن، اعتقاد ندارن، در بعضی جاها فوران میکنه. امیدوارم کسانی که این چنین عقایدی رو آوردن در حاکمیت نشوندن و بعد میگن خب دیگه چیکار میشه کرد، حالا گوش بدیم و اینها، اینو متوجه بشن که هر حرکتی اینا انجام میدن عکس عملی هم در خارج از کشور و جای دیگه هم داره. این تازه آغازشه. در جای جای جهان بر علیه اسلام و مسلمین به پا خواستن، فشارهایی رو که حکومت‌های اسلامی یا تفکرات اسلامی روی مردم گذاشتن. به این صحنه نگاه کنید، شما خودتون متوجه میشید. Police, I tell the police.
همیشه دیگر همیشه یه همیشه دیگر 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 سال دو همیشه دیگر رفتن جلوی یک مسجدی، پرچم اسلامی رو آتیش میزنن و ایستادگی میکنن. این تازه آغاز اینجور کار هاست. نه فقط در ایران در آینده شما شاهد این همچین چیزایی خواهید بود، بلکه در سر تا سر جهان در حال حاضر هست. میان در تبلیغاتشون میگن آقا نمیدونم اسلام چیز خوبی، شما امروز در این در هر جا که برید تبلیغاتو میبینید، در پارک برید، در مال ببینید، برید افرادی هستن با این دیشداشا، پیشای بلند، زنا فقط دو تا چششون بیرون از این نقاب‌های وحشتناک اسلامی گذاشته که اصلا معلوم نیست اون زنن مردن چیان. اینا هستن تبلیغات اسلامی اینجور نشون میده که آقا بله چیز بدی هم نیست، خوبه، ولی احکام اسلامی وقتی نگاه میکنی که میاد در یک کشور مثل ایران مستقر میشه یا عربستان به صورت مثلا سنیش و غیره، چون وارد که میشید متوجه خفقان میشید و مردمی هم که در دنیای آزاد قرار میگیرن این چیزها رو دیگه امروز نمیخرن. جامعه جهان امروز به هیچ عنوان زور رو نمیپذیره. تنها جهان سوم هست که مردمش خودشون رو با شکل زورگویان تطبیق میدن. مثلا میگن آقا امروز همه باید یه دونه توسری بخورن از این خیابون برن، همه میگن چشم، خب ما از اون یکی خیابون میریم. آقا سرت مگه درد میکنه؟ آقا میزنن میکشن اینا دیوونن و اینا. یعنی یک بار فقط یک بار با دانش با آگاهی دست به دست هم باید بدید و این غیرت ایرانی رو به کار بگیرید تا برابر کسانی که به شما زور از هر طریق میگن بیستید. کسانی که به شما زور میگن یا قوانین باید اسلامی باشه، ما مسلمونیم و شما هم باید آنچه که ما میگیم انجام بدیم، خیر، این باید یک بار دریده بشه، پاره بشه برای همیشه که کسانی که زورگو هستن بفهمن آقا به هیچ عنوان شما نمیتونید اون چیزی رو که خودت قبول داری به من بگی همون کار باید انجام بدم. حکومت اسلامی سالهاست که داره این برنامه رو پیاده میکنه، با بحران به وجود اومد، با دروغ زندگی کرد، با بحران ادامه داد و کماکان بحران میآفرینه. روسیه که دست از پشت حکومت اسلامی بر نمیداره چه خوابی دیده برای حکومت اسلامی و مردم ایران؟ روس‌ها هیچ موقع به دلیل تفکراتشون با حکومت اسلامی در کنار هم قرار نمیتونن بگیرن. آنچه که اینها رو در کنار هم قرار داده نفت و گاز ماست، موقعیت جغرافیایی ماست و انحصار طلبی هم حکومت اسلامی هم روس‌ها و چینی‌هاست که امروز اینها در سالهای گذشته انگلیس بود، اروپایی ها بودند. امروز کشور ما از دست اروپا و آمریکا رهایی پیدا کرده اومده. بر امروز که نه، الان 20 سال بهتون نشون دادم از همون آغازی که خمینی مرد، 24-5 ساله که اینها قرارداد رو بستن. اسیر دست روسیه است و اسیر دست چینه که یکی از قدرت‌های اقتصادیه که میتونه خیلی هم تاثیرگذار باشه تا به امروز هم بوده. هر قراردادی میخواد امضا بشه، حتی این 5+1 نگاه دوستانه و یا مدنی به جامعه ما ایرانی هستن، منافعشون ایجاب میکنه که در کنار هم قرار بگیرن. میگن گور پدر قوانین مدنی درون کشور که این مردم آشنایی دارن و یا ندارن. حفظ منافع اونها براشون مهم هست. اگر در این 6 ماه به خاطر سیاست‌هایی که دولت روسیه داشته هر زمان که بخواد میتونه از طریق ولایت فقیه که مأمور وابسته مستقیم روس هاست کشور ما رو به خاک و خون بکشه، اگر منافع روس ها در تضاد رادیکال تر با آمریکا که امروز به صورت نگوشیشن هست یا در آینده نشست ها هست قرار بگیره، تضاد داشته باشه، میتونه از کشور ما به عنوان یک سنگر تدافعی در نبرد با غرب و اروپا، چین و روسیه از کشور ما استفاده بکنن.
یعنی اگر بر سر قراردادها و پروتکل‌هایی که با آمریکا و غرب روس‌ها و چینی‌ها می‌نویسن به توافق نرسن، بر سر مسئله سوریه، بر سر مسائلی که در اروپا هست، کشورهای اروپایی به توافق نرسن، اوکراین و غیره، میتونه از کشور ما از طریق ولایت فقیه استفاده بکنه و اصلا آغازگر یک جنگ باشه که روس‌ها بتونن اسلحه هاشون رو بفروشن. به عنوان اولین کشور صادرکننده اسلحه و سازنده اسلحه در جهان هست امروز سوریه، روسیه. هر نوع اسلحه بگی اینها به فروش میرسه که بزرگترین درآمدهاشون از اون طریقه. یعنی هر وری که حساب بکنید روس‌ها یک برنامه‌ای دارن برای بازی کردن، چه ماندنشون با حکومت اسلامی، قول دادن به این که آقا ما نیروگاه اتمی براتون درست می‌کنیم، گرفتن پول به خصوص از این دورانی که براتون صحبت کردم در این 20 سال 24 سال اخیر که از دوران رفسنجانی با گورباچوف نوشته شد تا به امروز و دوران آخرش 8 سال آخر احمدی نژاد، میلیاردها دلار از کشور ما از طریق آخوندها پول گرفتن که براتون نیروگاه اتمی درست بکنیم که بتونیم نیروگاه اتمی داشته باشیم، برق تولید بکنیم که اصلا همه ما میدونیم هم چیزی نیست، برای درست کردن برق 3.5% 5% اورانیوم کافیه، داستان چیز دیگه بوده. تمام این پول ها رو گرفتن که موشکای اتمی درست بکنن، بمب‌های اتمی درست بکنن، اما هنوز تمومش نکردن، نیمه کار نگه داشتن، چون هنوز میگن آقا پول باید بدی به ما. روس ها میگن اینو، باید به ما پول بدی، پول بیشتری بدی تا ما بتونیم بر صحنه جهانی تو رو حمایتت بکنیم. تا اونجا بالاش میبرن که بتونن ازش استفاده بید. زمانی که دیگه به دردشون نخوره و متوجه بشن که دیگه از هیچ طریق نمیشه حکومت اسلامی نگه داشت، چیکار میکنن؟ برای به وجود آوردن بحران دیگه در کشور ما به ولایت فقیه اوکی رو میدن که آغازگر جنگ باشه، یعنی غنی کردن اورانیوم و شیپور جنگ در منطقه. و بعد این کشور ماست که فقط تیکه پاره میشه. کشورهای اینچنینن که نابود میشن مردمانش. و بعد شعار به راه انداختن آقا جنگ جنگ، این دفعه تا پیروزی، تا فتح، از طریق دبی و به فرض ابوظبی بیایم تا فتح فرانسه و پاریس و از اون ورم بیایم به سمت نیویورک، جنگ جنگ تا پیروزی، این دفعه حالا به این سمت. و کسانی این وسط نابود میشن که دارای عقل کافی نیستن، اونا نه فقط خودشون نابود میشن، مملکت نابود میکنن و بعد سایر کسانی که در این کشور هستن. اون فایل خودم رو اگر میشه آماده بکنید یه چیزی هم بهتون نشون بدم. ببینید، من سالهای سال هست که در رابطه با وضعیت ایران، حکومت اسلامی با شما صحبت میکنم، بیانیه‌های متفاوت رو با دوستان نوشتیم، صحبت کردیم، فراخوان فرستادیم، در نبرد بودیم، سعی کردم خودم با مردم مستقیما صحبت بکنم، از چه راههایی میتوان کشور رو آزاد کرد، چگونه میشه آزاد کرد، چه کار باید انجام داد، حکومت اسلامی چیست، تاریخ توطئه جهانی رو توضیح دادم، صدها شاخه مختلف فعالیت کردم. امروز براتون الان میخوام ببرمتون به سال 2005 میلادی، آگست 2005 میلادی. این بیانیه رو نوشتم و بعد با دوستانم صحبت کردم و بعد اومدم براتون خوندم. آیا فکر میکنید تغییری بین این سال 2005 که من اینو براتون نوشتم، 8 سال گذشته، امروز 2013 است، بیش از 8 سال پیش من این رو نوشتم براتون خوندم صحبت کردم، آیا الان فکر میکنید تغییری به وجود اومده؟ خیر. چرا؟ همون داستانه، شکلش عوض شده. با هم نگاه بکنیم، شاید یک درسی باشه برای کسانی که واقعا نشستن و نظارگرن یا اصلا اعتقادی ندارن یا حرفای متفاوت میزنن، شاید این هم یک تاریخ شفاهی است بالاخره دیگه. نگاه بکنید. دوستان عزیزم، هر اون چیزی که خواستید از من، من سعی کردم انجامش بدم. امیدوارم که خوب گوش بدید و بعد از اینکه خوندم این رو من مجددا دارم میخونم و جاهایی رو که فکس شده، ایمیل شده رو هم براتون خواهم کرد. بیش از 26 سال است که از برقراری حکومت جمهوری اسلامی
در کشور عزیزمان ایران می‌گذرد. حکومتی که از جمله دستاوردهایش می‌توان ایجاد خفقان سیاسی و سلب آزادی‌های فردی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در همه موارد به خصوص حقوق زنان و کودکان، اعدام، شلاق زدن، سنگسار و بریدن دست و پا در ملای عام، توسعه زندان‌های کشور با گنجایش هزاران زندانی، کشتار فردی و دست جمعی زندانیان سیاسی بدون محاکمه قانونی، قوه قضایی غیرقانونی و قضاوت بی‌صلاحیت، سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور، قطع‌های زنجیره‌ای سیاسی در ایران، ترویج تروریسم داخلی و بین المللی، هتک حرمت و به خطر انداختن منافع ایران در عرصه جهانی، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، به تاراج دادن منابع ملی کشور، دزدی سرمایه های ایران توسط ملایان و عوامل رژیم و انتقال آن به خارج از کشور، به تاراج دادن منابع ملی کشور، از بین بردن اقتصاد ایران، ازدیاد فقر و بیکاری در ایران و افزایش سرقت و جنایت، ترویج فساد، فحشا و اعتیاد، سوء تغذیه، افزایش افسردگی و خودکشی در میان جوانان و نوجوانان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، اینها را میتوان نام برد. حکومتی که فقط و فقط برای بقای خود 8 سال جنگ خانمانسوز و میلیون ها کشته، زخمی و معلول به مردم ایران تحمیل کرد و حال برای بقای خود در صدد دستیابی به بمب اتم است و با این هدف ایران را در معرض حمله و اشغال قوای بیگانه قرار داده و می رود که باری دیگر ایران را درگیر جنگی بس خانمانسوزتر و ویرانگرتر کند. قریب 5 میلیون ایرانی از فتنه شوم سال 57 تا به حال خاک وطن را ترک گفته و به سراسر نقاط جهان مهاجرت کردند. کوچ کردن این همه ایرانی از وطن و اکثراً با جیب خالی و با تحمل همه گونه آوارگی، بدبختی و افسردگی، سرفکندگی به خاطر حفظ جان و مال خود از دست این رژیم سفاک و فراهم آوردن آینده‌ای بهتر برای خود و خانواده خود بود. بنابراین نمیتوان گفت که ایرانیان خارج از کشور طرفدار جمهوری اسلامی و خواستار بقای آن هستند. اما متاسفانه با وجود همه فجایعی که جمهوری اسلامی بر سر مردم و کشور ما آورده است، تا به حال هیچ حرکت دست جمعی مردمی به ویژه در خارج از کشور به وجود نیامده که صدای مردم ایران در داخل و خارج از کشور باشد و به جهانیان نشان دهد که چه در ایران می‌گذرد و از آنها بخواهد که با مردم ایران هم صدا شده و آنها را در رها شدن از این دوران تاریک تاریخشان یاری دهند. وقت آن رسیده است که ما ایرانیان خارج از کشور بدون در نظر گرفتن عقاید شخصی و مرام سیاسی یکدیگر دور هم جمع شویم و بلایی که این رژیم به سر ایران و ایرانی من جمله خود ما و خانواده ما آورده است را به گوش جهانیان برسانیم. از همین رو بران شدیم که حرکت جدیدی را در خارج از کشور آغاز کنیم و در گرد همایی در مراکز مختلف مخالفت خود را با این رژیم منفور و ضد ایرانی بدون طرفداری از هیچ نهاد سیاسی و بدون تعیین نوع حکومت آینده نشان دهیم و فقط با در دست داشتن عکس‌های زندانیان سیاسی و قربانیان اعدام‌ها و سنگسارها و بر سر دادن شعارهایی که مردم ایران از قبیل دوشیزگان، بانوان، جوانان، دانشجویان، کارگران، معلمین، زحمتکشان، خانواده‌های زندانیان سیاسی، محرومین جامعه، معلولین، جانبازان و غیره یک پارچه فریاد می‌زنند همانند زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر استبداد، آزادی اندیشه همیشه، ما فرزندان کوروشیم، جمهوری اسلامی نه، ولایت فقیه نه، حکومت مذهبی نه و غیره، جهانیان را از هر آنچه که در ایران گذشته و می‌گذرد
مطلع سازیم. امید است، امید است هموطنان عزیز و ارجمند مقیم از خارج، مقیم خارج از کشور، گروه های اپوزیسیون، مسئولین رسانه های برون مرزی، سازمان های دفاع از حقوق بشر، سازمان های اجتماعی و دست‌اندرکاران هنر، ورزش، صاحبان مشاغل و غیره از این حرکت بسیار مهم و خطیر تاریخی حمایت کرده و در به وجود آوردن چنین همبستگی میان ما ایرانیان بعد از 26 سال دوری از یکدیگر گام مهمی برداشته و موجب آن شده که همگی در کنار هم به ایران بیندیشیم. پاینده ایران و ایرانی، پرچمدار همبستگی ایرانیان خارج از کشور، سهیل شمیرانی، لس آنجلس، کالیفرنیا، 24 آگست 2005 میلادی. این اطلاعی جوان بودیم. چی شد این روزگار اینجوری شد؟ نمیدونم. اینم تاریخی بود که بر ما گذشت. سال هاست که در کنار شما هستم و ازتون درخواست کردم که در کنار هم قرار بگیرید، متحد باشید، همبسته باشید و هم احترام بگذارید تا بتونیم به خواسته هامون دست پیدا بکنیم. متحد بودن و همبسته بودن نه فقط در سطح شعار باشه، بلکه در حرکت اجتماعی، در حرکت‌های سیاسی، در حرکت‌های خواسته های جامعه ایرانی شرکت بکنید. یکی از خواسته ها این است که واقعا این رسانه رو حفظش بکنید تا از طریق این رسانه بتونیم با جامعه ایرانی صحبت بکنیم، جامعه جوان ایرانی متوجه بشه در کجای تاریخ گیر کرده و چه کار باید بکنه. به اون روزهایی که میرسیم، یک زمانی که جامعه ایرانی به پا خواهد خواست، احتیاج داره که دانش کافی داشته باشه که چه نوع شعاری رو مطرح بکنه. اون شعار رو وقتی که مطرح میکنی، یعنی اون چیزی رو میخوای. جامعه ایرانی رو باید بدونی هر آن چه که میخواهی شعار بدی، یعنی اون شعار رو میخوای، یعنی اون خواستته، داری اون شعار رو میدی. پس شعارهای اسلامی، مذهبی، یا حسین حسین، الله اکبر، این جور چیزها رو باید بذارید کنار. با اینها که نمیشه زندگی خوب داشت. اگه میخواستید داشته باشید، خب همین رو دارید. اگه مردم فکر میکردن که میخوان با شعار الله اکبر، نصر و من الله و فتح و غریب و نمیدونم این چیزها، خب این حکومت که از نوع بهترشه، این اصیل ترین نوع اسلام هست که داره حاکمیت رو برای شما نشون میده. اینا به نحو احسن قوانین اسلامی و قرآن رو پیاده کردن درون کشور. خب شما این رو دارید میکشید، خوشمزه است؟ نه نیست، نمیخواید. پس بنابراین آن شعارهایی رو که در خیابونها باید بدید در آینده ای نه چندان دور، شعارهایی است که اون نوع زندگیتون رو درش مستتر هست و میخواهید. این یکی از مهمترین قسمت‌هایی است که جامعه باید بهش دقت بکنه. لابلای شما افرادی نیان شعارهای خودشون رو بدن، مسیر رو عوض بکنن و بعد هر اون چی که بخوان بر سر این مردم بیارن. وضعیت جامعه ایرانی قرار نبوده خوب بشه. از روز اول آغاز این حکومت قرار نبود خوب بشه. آغاز گر این داستان همین غربی ها و اروپایی ها و همون شوروی سابق و غیره بودن تا بتونن از امروز، از اون روز تا به امروز بتونن استفاده بکنن. و بعد از اینم نقششون اینه، بهتون نشون دادم در تمام صحبت های کری، یک واژه از حقوق بشر، یک واژه از سرنگونی حکومت اسلامی، یک واژه از آن چرا که این حکومت بر سر مردم میاره صحبت نکرده. فقط آقا خودمون، منافع خودمون رو حفظ کنید، ما با شما کنار خواهیم اومد و دست شما رو باز میذاریم. کجاش به نفع ایرانه؟ به جامعه ایرانی کجاش برای فرهنگ ایرانیه؟ میلیارد، صدها میلیارد دلار تا الان از ذخایر نفت و گاز ما استفاده شده، یک پنیش به جامعه ایرانی داده نشده. اگرم خرج کردن، شما رو بردن دم مسجد، گفتن آقا قابلمتو بیاری نظری مجانی بگیریم، دو تا هم زدن تو سرت که آقا این چیزا رو بخون، دو تا تو سر خود بزن، 60 تا به بغل دستیت بزن، سینه بزن، زنجیر بزن که حسین مرد، شاید ما یه قابلمه خورش نظری بهت بدیم ببری، اونم اگه بچه خوبی باشی. همش صف، همش انتظار، کل این داستانه. قرار نبود شما وضعتون خوب بشه و نخواهد شد تا زمانی که حکومت اسلام
در آن در اون کشور هست، شما یک روز زندگی خوش نخواهید داشت. یک روز. زمانی زندگی خوب خواهید داشت که شما خودتون احساس آزادی رو حس بکنید، که کسی نیست دیگه ازش بترسی، کسی نیست بهت بگه کجا برو کجا نرو، چیکار بکن چیکار نکن، و آزادانه بتونی بهترین فرزندان ایران رو در استخدام دولت و نظامی در بیاری که برای تو کار بکنن، نه اینکه تو ازشون بترسی. مثل اون یارو جوک درست کرده بودن، میگفتن یارو اسم بچهشو گوشه رستم ولی میترسه صداش بکنه. مردم ما این چنین شدن، میان افراد انتخاب میکنن یا انتصاب میشن از طرف حکومت، میگن آقا اینا رو میتونید انتخاب بکنید، مردم هم میگن خب میریم بهش رأی میدیم که شاید وضعمون خوب بشه، اما میترسن به طور کلی از همه اینا میترسن. آخه این چی هست؟ انسان ها که نباید از نمایندگان خودشون بترسن. این همه محافظ، این همه افراد متفاوت، بعدش هم آدم اسلامی که نباید محافظ داشته باشه؟ مگه اعتقاد نداره اگه شهید بشه میره به بهشت؟ تازه اونور بیشتر زندگی خوب داره با اون حوریای بهشتی. چرا محافظت میکنین از خودتون؟ چرا به جای برای هر آخوندی 100 تا محافظ داره؟ خب این آخوند نباشه، فکر کن نون شب مردم قطع میشه. اصلا فکرش کردین اگه آخوند نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ چقدر زندگی خوب میشه؟ ساعت 4:25 است به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا. من خطا رو باز می‌ذارم در رابطه با صحبتایی که امروز با شما انجام دادم. اگر مایل بودید رو خطا بیاین، ولی ازتون درخواست می‌کنم از همین لحظه، من فکر می‌کنم بتونم یک ساعت دیگه بعد از برنامه حدوداً در خدمت شما باشم که بتونم در رابطه با کمک مالی با تلویزیون با شما صحبت بکنم. ازتون درخواست می‌کنم به یاری خودتون بیاد، اجازه بدید این بچه‌ها در سطح کشور این آزادی رو داشته باشن از طریق اون حمایتی که شما میرسونید، که این تصاویر رو ببینن. انتخاب صحبت ها، انتخاب و نتیجه گیریشون با تاریخ و خود اون ملت. ولی شما این قدم رو بردارید که ما بتونیم آزادانه با مردم صحبت بکنیم. دیگه از دیدگاه من واقعا زشت، ناپسند، درست نیست جامعه ایرانی بشینه نظارگر باشه، جنایت رو ببینه، از این طرف هم افراد بیان پشت میکروفون و تلویزیون بخوان یا جنس بفروشن که خرج تلویزیون رو در بیارن که بتونن صحبت بکنن، یا اینکه بیان درخواست بکنن آقا باور داشته باشید این تلویزیون بسته میشه اگر کمک نکنید، بیان اینجوری صحبت کن. چرا باید اینطوری باشه؟ جامعه خودش اگه میخواین از من میپرسن، میگم آقا کی به آزادی دست پیدا میکنم؟ میگم آقا هر موقع خودت سر عقل اومدی. آیا سر عقل اومدین؟ آیا دارای دانش کافی هستین در خارج از کشور؟ حداقل از بتونیم یک رسانه رو نگهش داریم، این رسانه بتونه افرادی رو در خودش داشته باشه، هر روز دعوت بکنه بیاد با شما صحبت بکنن، مسائل رو توضیح بدن. بعد بعضی فکر نکنید که تاریخ یک شب است، یک شبه چیز اتفاق نمیفته. این روزها باید صحبت بشه باهاش، در رابطه باش حرف زده بشه، مردم گوش بدن، چون در اون خفقان هستن. در دبستان میرن همچی چیزی نیست، در دوره راهنمایی میرن همچی چیزی نیست، در دبیرستان هستن همچی چیزی نیست، در دانشگاه میرن همچی چیزی نیست، در منازل احتمالش هست ولی میان دیشارم جمع میکنن. این زحماتیه که درون کشور با اون فشارها دارن میکشن، وضعیت بد اقتصادی، تازه تهدید میشن که رسیورهاشون جمع میشه. شما اینجا فقط تنها ازتون درخواست میکنم که حمایت مالی برسونید، هر نفری که میتونه از 1 دلار تا هر مقداری که میتونه حمایت مالی برسونه تا این رسانه بتونه کارش رو ادامه بده، و بعد از اون بقیه داستان رو بذاریم به دوش ملت ایران که انتخابش، نوع برخوردش با حکومت و چگونه سرنگون کردن حکومت به دست مردم ایران با اطلاعات کافی، با دانش کافی، که آقا دیگه واقعا بسته، کولی دادن بسته. آخه تا کی این جامعه باید کولی بده؟ تا کی باید تو سری بخوره؟ تا کی باید هویتش نادیده گرفته باشه، تیک پاره بشه؟ و بعد غربی ها بیان بشینن بگن خب این ملت بیشتر از این سزاش نیست. پس با همین آخوندا بشینیم صحبت بکنیم، باعث شرمندگیه واقعا. این همه بچه خوب تو ایران، این همه متخصص، این همه عاشق به وطن، بچه های با انصاف و وطن پرست، اینها باید بیان صحبت بکنن. بقیش به دست شما. خط تلفن بازه. درود بر شما، بفرمایید. درود
میکنم به آقای سعید شمرانی گل، فرزند ایران زمین. زنده باشی عزیزم. درود بر شما. برسونم که امروز من یه سوالی کردم از آقای رادمنش، نمیدونم یا فراموش کردم یا جواب ندادم، به هر حال نمیدونم، میخواستم این سوال از شما بکنم. جناب آقای شمرانی گل جانم، بعد شما برسونم که این برنامه ژنو، این ژنوی که بعد شما برسونم که قطعنامه بی سر و پا که اینا رفتن امضا کردن و دروغ دارن میگن و برای مبنا شده که آژانس بره هر روز بازدید بکنه، هنوز اتفاقی افتاده یا نه افتاده و اینا که میخوان بادم سر بگردونه برای اینکه هر روز دارن آژانس رو توی ایران ببینن. یک دو دوبار از این 400 تا حالا خلاف کردن به هر دلیلی بوده، از رو ناچاری به خاطر اینکه در فرودگاه این امام 13 همشون، نمیخوام بی تربیتی صحبت کنم که امام رسوی تفاهمیش بش بیاد، اینا خود مامورا گذاشتن این 400 همه دفتن در مالزی، 67 تاشون 35 شون زنه در الان اعدام هن، میخوان اول اعدام بکنن، باقی شون هن تو زندان هن. خواستم این مثلا محبت کنن، صحبت کنن تلویزیون ماجرا چیه که اینا تو ایران دارن میکشن، فرستادن بیرونم بکشن. آخه من نمیدونم کی میخوان اینا برن تا این 80 میلیون آزاد بشن. محبت بکنن تلویزیون جواب منو بدید. تشکر. زنده باشید. سپاسگزاری میکنم. خدمتتون عرض بکنم که هنوز خبری داده نشده که هیچ ماموری به ایران فرستاده شده که بر از نیروگاه های اتمی اینها دیدن بکنه. اینها موافقت کردن، همه چی الان در اختیار کاخ سفید قرار گرفته و کشورهای متحد و همچنین اسرائیل. صحبت ها این چنین شده که این مفهوم اون چیزی که جان کری گفت و من طی هفته گذشته و هم امروز بهش پرداختم، مفهومش اینه: آمریکایی ها حاضرند منافع مردم ایران رو زیر پا بگذارند و گذاشتند و برشون اصلا مطرح نیست روزی 10,000 نفر ایرانی بمیره، هیچ کدوم از اینا ککشون نمیگزیم، اصلا میگن به ما ربطی نداره. قرار شده که منافع آمریکا و اسرائیل، فرانسه، آلمان و انگلیس در این نشست حفظ بشه در درجه اول، یعنی نفت و گاز ما، صنایع سنگین و سرمایه گذاری حتی برای همون قسمتی که خدمتون عرض کردم، پالایشگاه های نفت ما توسط این کشورها انجام بشه. میگن آقا ایران به استخراج نفت احتیاج داره، ما هم صنعتشو داریم، اما چون شیطون هست از طرف روسیه و داره بمب اتمی با کمک روسیه، پاکستان و کره شمالی میسازه، ما حتی نمیتونیم بیایم تو کشوری که داره ما رو هشدار میده که نمیدونم تیکه پارتو میکنه سرمایه گذاری بکنیم، به این معنی که بتونیم ازشون پول بگیریم، بتونیم پالایشگاهاشون رو قوی تر بکنیم تا بتونن استخراج نفت بکنن چه در پارس جنوبی و غیره. خب اول باید این مسئله روشن بشه. چجوری میتونیم روشن بشه؟ باز خدمتتون عرض کردم، اون یک فریب از قبل حساب شده بود توسط اوباما که گفت من به سوریه حمله میکنم و مردم رو انداخت به جون نمایندگان، نمایندگان افتادن با هم صحبت کردن و غیره، و چراغ سبزی که از طرف روسیه به آمریکا داده شد که آقا الان زمانش هست بیا بشیم سر اول سوریه و بعد ایران و بعد نقاط مشترکی که در اروپا داریم با هم صحبت بکنیم. صحبت بر سر پول بوده و هست. حال روسیه دو برگ متفاوت داره در دست، یعنی هم میتونه روابط حکومت اسلامی و آمریکا رو به نحو احسن انجام بده، روابط خوبی براشون ایجاد بکنه، این فقط به دست روسیه بوده، تا الان هم همینجور انجام شده با گوشمالی ولایت فقیه که بیا بگو من نرمش میکنم، نرمش قهرمانانه میکنم و بعد شماها هم بیاید و صحبت بکنید. این یک. منافع روسیه این گونه اعلام شده که آقا باید منافع من در اروپا و همچنین در ایران، در سوریه هم حفظ بشه، هم ما هم چین، و بعد اگه قرار بهره برداری بشه از هر طریق، شما مستقیما اول باید بیاید با ما صحبت بکنید، ما به ولایت فقیه میگیم بعدن چیکار باید بکنه. این در دستور کار اینها بوده هست. در واقع این وسط دور زده میشه. آژانس هنوز من نشیدم بتونه بره تمام این مراکز رو ببینه، سند تهیه بکنه که اینها انجام ندادن. قاعدتا هم
پذیرفتنی هنوز به وقت احتیاجه که این ردیف بشن، این افراد چه کسانی هستن، چه روزی میخوان برن، چیکار میخوان بکنن. و هر روز روسیه این بازی رو داره که میتونه هم روابط رو بهبود ببخشه، هم اگر نتونه از طریق آمریکا امتیازاتی بگیره یا از طریق اروپا، از طرف ایران، ایران رو وارد جنگ بکنه از طریق حکومت اسلامی. یعنی بلافاصله قنی‌سازی رو ادامه بدن و بگن اصلا گور پدر این قطعنامه‌ای که نوشتیم اینا از اول به نفع ما نبود، دو تا چکن به ظریف بزنن و بعد مستقیما بیان اورانیوم رو قوی بکنن تا بتونن سلاح‌های هسته‌ای خودشون رو وصل بکنن، بمب‌های اتمی درست بکنن. و در نهایت اسرائیل نگاه نخواهد کرد، آمریکا نگاه نخواهد کرد و بقیه کار رو ادامه میدن. در رابطه با مالزی که فرمودید، دوستان میگن روی خط هستن، باید جواب بدم. در رابطه با مالزی که فرمودید، ما چند هزار زندانی ایرانی در مالزی داریم به جرم‌های متفاوت. یکی از جرم‌هایی که بهش دچار هستم، جرمایی که بهشون گرفتار شده، همین مسئله اعتیاد هستش که ایرانیان رو توسط ارتباطات متفاوت در این کشور به دام انداختن که آقا اگه بتونی این چند بسته به فرض مواد رو از جایی به جای دیگه ببری از طریق مرز مالزی به پول و همه چی دست پیدا میکنی. یکی میشه در رابطه با فحشا صحبت کرد، بسیاری از دختران و زنان ایرانی در مالزی هستن و همچنین مردان ایرانی در و پسران ایرانی در مالزی. و مالزی هم قوانینش این است اگه کسی در چنین چیزی دست داشته باشه محکوم به اعدام میشه، مثل خیلی کسای دیگه که اگه در رابطه با مواد مخدر بگیرن اعدام میشن. این رو نه کسی از طرف حکومت اسلامی کاری میکنه، اصلا قرارم نیست بکنه، خودش داره میکشه بیاد نگران یک عده زن و دختر ایرانی باشه که در مالزی گرفتار اعدام هستند. و واقعا جای تاسف داره برای جامعه ایرانی که دارای چنین فرهنگ و چنین ثروتی هست ولی این چنین تیکه و پاره میشه. جانم بفهمید بانو. من هستم. بله عزیزم، من بفهمید. بله شبتون بخیر جناب شمیرانی، برنامه بسیار متینی داشتیم، نگاه کردم حقیقتا همیشه مطالب جالبی رو میگین. و دو مطلب رو میخواستم بگم که یکی این بود که حقیقتا شما پیشنهادم هست در واقع میتونین از جامعه شناسا واقعا خیلی متخصص دعوت کنین، خب قسمت‌های مختلف صحبت میشه همه جا، ولی این راجب جامعه شناسی روی مردم ایران اصلا هیچ صحبتی نمیشه، یک کالب شکافی بشه که ببینین چرا درگیر این گرفتاری‌ها هستن. بعد مطلب دوم که حقیقتا توی چند ماه گذشته که این همه واقعا کشتن و بالای دار بردن و مخصوصا اون کسایی که در کالیفرنیا زندگی میکنن ایرانی ها، بعد الان همه نمیدونم 7000 نفر شده در میخوان برن پایکوبی کنن. حقیقتا میتونستن اینو چیز کنن، یعنی یک انقلاب فرهنگی به وجود بیارن، بگن که نه ما امسال این کار رو نخواهیم کرد. توجه میکنین؟ خب خیلی مسائل حقیقتا ایرانی ها باید بیندشن. همینجوری که الان دوستی فرمودن که در مالزی اونجا، خب ببینین الان میلیون ها نفر در سراسر دنیا پخشیم ایرانی ها، ولی چاره چیه؟ باید کالب شفافی بشه، این قده باید سرجری بشه. حقیقتا من از شما تشکر میکنم و مدیریت محترم این تلویزیون جناب وطن خواه واقعا سپاسگزارم که به هر حال این جا هست و شما عزیزان میتونین صحبت کنین. و مطلب دیگه که حقیقتا خیلی خیلی مهمه، سرلوحه همه این کار هاست، همیاری به این تلویزیونه که شما عزیزان بدون نگرانی بتونین واقعا ملت ایرانی رو آگاه کنین واقعا از لحاظ روانشناسی و جامعه شناسی چرا ایرانی ها اینجور درگیرن. و به شما بگم چون من یک فرهنگی هستم جناب شمیرانی، من فکر میکنم افرادی هستن در دنیا کسی هستن که از نظر جامعه شناسی ایران رو بررسی کردن که باید در این سیچویشن نگرشون دارن، پس در نتیجه این وظیفه واقعا اساتید که شما عزیزان بتونید دعوتشون کنین در این ایریا صحبت کنن. و مهمتر همین همیاری به این تلویزیونی که شما عزیزان وقت عزیزتون رو حقیقتا به این موضوع نگذاره.
و من اینو میدونم چون بیننده این تلویزیون هستم، میدونم که این تلویزیون بیننده بسیار خوبی دارن و با محبتم با وفان وفا توشونه، عشق دارن و همیاری خواهند کرد. به هر حال من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و برای کشور عزیزم ایران. مرسی بخت من دادیم. خواهش میکنم بانو، سپاسگزارم. بالا جامعه باید خودش این احساس رو بکنه. وقتی که جامعه براش اکثریت غریب به اتفاق که دارن این برنامه رو نگاه میکنن ولی اهمیتی براشون نداره که باش یا نباشه، ما به اون خواسته ها نمیرسیم، ما به ایرانی آزاد دست پیدا نمی کنیم. چون این تغییر فرهنگ در ذهن آدم باید از خود هر شخص شروع بشه. من نمیتونم بیام دم خونه رو تک تک بزنم بگم آقا انقلاب فرهنگی ایرانی و هویتی انجام دادی در خودت یا خیر. هر کسی خودش باید بدونه و داریم میبینیم در خارج از کشور به خصوص در آمریکا چگونه است. ایرانی های اینجا یه مقداری متفاوت تر از با بخش بسیار اروپا و نزدیک به کشورهای همسایه ایران هستن که در خارج از کشور هستن یا پناهندگان و پناهجویان. حالا نمیدونم تأسفش دیگه برای تاریخ. جانم بفهمید. الو. هم بفهمید قربان. درود به شما آقای شمیرانی. درود به شما. و یه تشکر اول از همه از تلویزیون ایران آریایی از آقای وطنخواه و کلیه برنامه گذارا میخواستم بکنم. واقعا ما این تلویزیون رو باید مردم حفظ کنم، اونایی که از دستشون برمیاد باید بکنن. ولی نکته‌ای که من خواستم میگم آقای شمیرانی، با این برنامه‌ای که شما گذاشتین توطئه جهانی، خب ما یه سری آخری عده کمی میدونستن، عده زیادی نمیدونستن و همونطور که شما گفتید خیلی منتظر بودن امریکا یا اسرائیل یا یه حرکتی بکنن ایران. ولی به نظر من میگن که انقلاب ایران بعد از داخل شروع شه، ولی آغازگر شما فکر میکنین اگه ایرانیایی که خارج از ایران هستن، اگه بخوام به این به تو هر کشوری هستن به دولت اون کشور مخصوصا امریکا، فرانسه، آلمان، کشور بزرگ ایرانی ها که اونجا هستن یه خود فشار بیارن به این دولت، آقا شما چطور 35 سال پیش این همه حقوق بشر رو نمیدن این کارو میکردید، الان چپ و راست داره تو مردم تو خیابون اعدام میکنن، تجاوز میکنن، این همه مدرک خودتون میدونید هم نیست اگه بخواد اینا رو آدم بکشه به دادگاه، مدرک زیاد هست. من نظرم اینو خاطر نظر شما رو میدونم که ما چرا تا حالا تو این چند ساله یه تشکیلات درست نتونستیم بکنیم که یقه آمریکا حداقل مثلا سر این شما سر مسئله اتمی فرانسه یه خورده شل اومد، یه 40-50-60 تا این دکترای مطب نهیده مدرک خریده سری نامه نوشتن به فرانسه که آقا شما چرا این کار کردی، چرا سنگنوزی میکنی برای توافق فلا اینا. ولی ایرانی ها این همه 5-6 میلیون خارج از ایران ما بودیم هیچ کاری نکردی. من این ضعف شما این رو یه ضعف نمیبینید تو کار اپوزیسیون ما که نه ما به آمریکا گیر میدیم نه به انگلیس گیر میدیم نه به اروپا گیر میدیم، تو ایران هم که کارشو میکنه با ایران هم که کاری از دستمون برنمیاد این خارج از کشور. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که به این دولت‌ها فشار بیاریم. اگه زمان شاه نبود شاه بنده خدا از ایران اومده بود بیرون مریض تو بیمارستان یه سری جلو آمریکا بلنگو دستشون گرفته بود این سبزی فروشا داد و بیداد میکردن. ماها چرا نباید این کار رو کنیم؟ چرا نباید فشار بیاریم که آمریکا هم بدونه بابا این ایرانیایی که خارج از ایرانیایی که تو آمریکا هستن این پولی که هست اینا احتمال داره یه زمان ایرانی‌ها برن یا یه حرکتی بشه یه خورده یه کاری بتونه بکنه آمریکا. آخه ما نمی‌تونیم فقط ساکت باشیم بگیم مردم داخل. به نظر من داخل و خارج به هم ربط دارن. اصلا اونطوری نیست که بگیم فقط داخل میشه یا فقط خارج میشه. ولی آغازگرش ما میتونیم از خارج از کشور باشیم. نظرتون خواستم. بله عزیزم، من سال‌هاست همین کلیپی هم که شما دیدید متعلق هست به سال 2005 در همین رابطه بود. من بیشترین فشاری رو که میذاشتم همیشه روی جامعه رو جامعه خارج از کشور بود، چون جامعه دست و بالش بازتره، در جوامع آزادتر زندگی میکنه و میتونه اگر بخواد کاری رو انجام بده. از شما بسیار سپاسگزارم، براتون توضیح میدم. ولی بسته به خود فرد جامعه ایرانی داره. من بارها مثال زدم بازم مثال میزنم. همیشه میگن در زندگی داغ فرزند بزرگترین داغ برای هر پدر و مادر یا هر شخصیه. امکان داره پدرت فوت کنه، ولی واقعا میگم از جامعه شنه. میگم پدر فوت بکنه اونقدر درد نداره، مادر فوت بکنه اونقدر، ولی فرزند وقتی که فوت میکنه اصلا یه چیز درد وحشتناکیه. خب ما از همینجا شروع کنیم. اصلا ما به ایرانمون به نگاه پدر یا به نگاه مادر نگاه نکنیم.
به ایرانمون با نگاه فرزند نگاه بکنیم. آیا وقتی فرزندت اسیره خوابت میبره؟ آیا اگر کسی اومد گفت فرزندت اینجاست شما این حرکتو انجام بدی؟ نمیدی؟ انجام میدی. ولی آیا اون حس درون جامعه ایرانی وجود داره که بخواد برای اینکه به خواستش برسه این قدم ها رو برداره؟ یعنی به ایران به عنوان فرزندش نگاه میکنه؟ سوالو بعد از شما پرسید، از شما جامعه، نه از من. من نظر خودم رو دادم و در این صحنه بودم و هستم. اعتقاد دارم در جوامع خارجی باید جامعه ایرانی خیلی خیلی جلوتر از بقیه حرکت میکرد، ولی تا الان نکرده. سعی کوششم هم انجام دادم، نمونشم رو صفحه تصویر گذاشتم، براتون پخش کردم تا بدونید آنچه را که باید انجام میدادم و انجام دادم. آیا این جامعه تونسته انجام بده؟ باید از شما پرسید. جانم بفرمایید. الو. درود بر شما. جناب آقای شمیرانی، ممنون برای زحمات در 15 سالتون که واقعا بی نظیره، بی نظیره. خسته نباشید. سلامت باشید. فیلمی که نشون دادید مال چی بود؟ اون سه چهار دختر که به بدنشون نوشته بودن؟ بله. پرچم سودان مال چه کشوری بود؟ فرانسه بود تا اونجا که فکر میکنم. اینا جلوی مسجد جمع شده بودن و بعد تظاهرات میکردن علیه اسلامیستا در اون کشور. اونها اعتقاد دارن بله. این کار این دخترها، این شیرزنها، من به یاد داستانی افتاد که چند سال پیش آقای توضیح داد که عصبانی بود از وضع مملکت و از خود ملت و اینها، و اون شعر اول هادی خرسندی رو اول انقلاب خون که از بس این ملت خرن، بعد خیلی ناراحت بود، میگفت این برگشت اینو گفت، گفت که در فرانسه در یک زمان بحرانی فاشه های فرانسه پول جمع کردن از نتیجه کارشون برای آزاد کردن مملکتشون، کمک به مملکتشون، فاشه های فرانسه. من به یاد اون مسئله انداخت. من نمیدونم ما ایرانی ها جوان و دوت به جوان رو اعدام میکنن، آقای آیت الله میاد جنتی میگه دستتون درد نکنه اعدام کردی، چرا دیر اعدام کردید؟ پایین نشستن دکتر و مهندس و ولایتی ها صلوات میفرستن تأیید میکنن. بله. چهار صبح میرن نوبت میگیرن مادرشون رو ببینن سنگسار میکنن. من نمیدونم چه ملتی هستیم ما. من نمیدونم آخه چه تکونی باید این مرز ما بخوره. ظلم و ستم دیگه ازی بیشتر، کشتار ازی بیشتر، دزدی ازی بیشتر. وقتی که میاد رهبر میگه کشش ندید، یعنی چی؟ یعنی سه میلیارد پولان دزدی رو تایید میکنه ملت. آخه من نمیدونم خوابن این ملت. خیلی مشکل. سپاسگزارتونم. مهر فرمودید. درود بر شما. درود بر شما آقای شمیرانی. جناب آقای شمیرانی، شما که میفرمایید فرد فرد، ما خودمون هر کی فرد فرد باید فرد. من اینجا تو خونم نشستم، شما اونجا نشستی. مردم سال 88 عکس خامنه ای رو زیر پا له کردن، یعنی پیش جلوتر از موسوی هم رفتن، ولی هیچ کس حاضر نشد در خارج به اینا بگه کجا برن چی کار کنن. تلویزیون کانال یک 10-12 سال کمکش میگردیم، سریع خاموش کرد. وقتی هم بهش گفتم که چرا نمی کنی، گفت میخوای بری رژیم عوض کنی. اینه، ما با امیدمون دلمون بگی خوش باشه. نظرتون گفتیم بانو، سپاسگزارم. درود بر شما. الو. درود بر شما. درود بر شما عزیزم. آقای شمیرانی، یک جان تشکر از اون خدمتی که برای ما مردم فارسی زبان ایران کتن در سر داخل افغانستان هم هست. من برای ایرانی ها میذارم، نه برای فارسی زبان ها. چون ایرانی ها فقط فارسی زبان نیستن. ایرانی عزیز، برای همه فرمان از یک خدمتی که مردم این وحشی نزاشته عزیزی خدمتی داری که برای مردم ما مردم کردن نفهمیدیم و این دور جبرشن میکشیم. اولا برای جمعه آل ما مردم دیگه که از سریع خود. صداتون بد میاد عزیزم. الو عزیزم، صداتون بد میاد.
فهم میکنم مجددا بگیرید بهتر باشه چون صداتون قطع و وصل میشه. جانم بفرمایید. الو. هم بفرمایید بانو. الو مستقیمه؟ بله قربونتون برم. بله بله درود به شما آقای شمیرانی. درود بر شما عزیزم. من میخواستم که واقعا سپاسگزاری کنم از این زحمتاتون. اول البته میدونم که شما انقدر سخاوتمندانه دارین زندگی خودتونو میذارین برای جستجو برای این برنامه های کشورمون، ولی این آقایی که شما یه تصویری نشون داده که این آقا اومدن همین الان گفتن که فاحشه های یا خودفروش های فرانسه پول جمع کردن و کشورشون آزاد کردن، ولی متاسفانه کشور ما این خودفروشای ما که خب مستصل هستن و از استیصال این کارو کردن دارن از کشور ما از آقای از دولت فعلی به خصوص پول میگیرن و میان که به نفع اینا رأی بدن. متاسفانه کشور ما همه چیزاش برعکس مردم همیشه مثل این که این عملشون مثل اینی که میمونه کاهو میذارن علفو میذارن جلوی علفو ببخشید میذارن جلوی روز به جان. اگر میشون آرم همیاری رو بذارید بازم رو صفحه. ما همه چیزمون عکس زندگیه واقعا. آب داره از سربالایی میره. خیلی ممنون. خواهش میکنم بانو. جانم بفهمید. درود بر شما آقای سعید شمیرانی عزیزم. درود بر شما. درود بر تلویزیون ایران آریایی و آریان بطخوا عزیزم. خسته نباشی به شما میگم. زنده باشید. من خسرو هستم از تورنتو. خسرو خان خسته نباشید. سپاس از اینکه همیاری میرسونید و همیشه هستید. بسیار برنامه‌ت واقعا آموزنده هستش، واقعا جالبه. من به شما واقعا سپاسگزاری میکنم از شما. خواهش میکنم. بسیار برای ما ارزنده هستش. آقای شمیرانی من میخوام بگم که الان آقایی که گفتن که چرا ایران مردمشون بی توافق هستن چرا کشور خارج حرکت نمی کنن، وقتی که اون روزی که احمدی‌نژاد که انتخاب شد مردم تو خیابون ریختن، ما هر روز تو خیابون تورنتو تظاهرات میکردیم و سفارت جمهوری لانه جاسوسی جمهوری اسلامی را در اتاقات سنگبارون میکردیم، اینقدر سنگ زدیم اون سفارت لانه جاسوسی رو بستیم. باور کن من خودم گفتم اگر مردم دو هفته دیگه این تظاهرات ادامه بدن چند نفر بودیم میخواستیم بریم ایران جمهوری اسلامی رو به پایین بکشیم، ولی متاسفانه ملت ایران کوتا آمدن سکوت کردن و این باعث بانی شد که این توانایی از مردم کم شد نتونستن که این جمهوری اسلامی رو به پایین بکشن. ولی اگر مردم ایران مثل مصر اگر می آمدن تو خیابون نمی رفتن تو خونشون و خونشون اعتبار پیش نمی آمد مطمئن باشه که جمهوری اسلامی سرنگون شده بود. متاسفانه ما تلاشمون رو کردیم و کشور خارجم که سرتاسر دنیا مردم بودن چندین سفارخونه رو بستن، ولی اما ایران ما داخل ما هموطنان ما اصلش دست اوناست. اونا باید بیان تو خیابون، اونا باید بیان که بتونم مردم خارجم که ما هستیم بتونیم پشتوان اونا باشیم بیان در خیابون به فریادمون رو به گوش دنیا برسونیم. از شما بسیار سپاسگزارم. من همینجوری آقای شمیرانی سپاسگزار از شما. برنامه شما بسیار خوبه. من از شما سپاسگزار و قدردانی میکنم. امیدوارم که همیشه سالم تندرست باشید. شما هم همینطور. من از زحمات که شما میکشید میدونم سخت کوشم هستید، سر کار میرید، هر آنچه که در میارید با تلویزیون تقسیم میکنید. هموطنانی هستند در این ساعت که سعی کوشش تلاش میکنن، واقعا با هزار یک مکافات دست و پنجه نرم میکنن، دلار به دلار تهیه میکنن و در نهایت میان آنچه را که دارن در تلویزیون هزینه میکنن میگذارن و حساب روی این تلویزیون باز کردن تا از طریق این رسانه وقتی اطلاعات کافی به درون جامعه داده میشه اون جامعه بتونه خودش به پا بخیزه و کاری انجام بده. این
یکی از شیوه هایی است که میتوان روش حساب کرد. دادن اطلاعات درست، پیاده کردن برنامه‌ریزی درست در رابطه با مسائل تاریخی صحبت کردن و سیاسی و حالا امروز در پیوند با هم، و بعد از مردم خواستن که آقا واقعا چی میخواین؟ منتظر چی هستید؟ این جامعه دیگه چه چیزی، چه بلایی میتونه سرش بیاد که تا الان نیومده؟ هر نوع بلایی بگی سر این جامعه اومده. تنها کشوری در جهان که هر چه بلا اومده سرش خودش با بلا وقف داده، یعنی گفته حالا اینجوریه پس بذارید من این حرکتو بکنم. باید از ریشه درست کرد. باز خدمتتون عرض کردم از اول صحبتم اگر گوش کرده باشید، در رابطه با قانون صحبت کردم که حاکمیت باید به دست قانون بر پایه حقوق بیفته و حاکم قانون انسانی که در قانون اساسی نوشته میشه باید حاکم باشه و در نهایت تصمیم گیرنده. در این ساعت به شما بدرود میگم. اگر نمیدونم برنامه جناب بتنخوا به چه صورت هست، اگر بودند که من در خدمت شما خواهم بود، یه نیم ساعت تروپی چیزی در اینجا، و ازتون درخواست میکنم که به رسانه یاری برسونید. باز تکرار میکنم که یکی از راه هاییست برای رسیدن به خواسته ها و آرزو. از همه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. شماره تلفن پایین نوشته شده، خودمم تا یه ساعتی دیگه در این رسانه هستم، اگر مایل بودید تماس بگیرید، من در خدمت شما هستم. به شما بدرود میگم در هر کجای جهان که هستید. از اتاق فرمان بسیار سپاسگزارم، مدیریت، از بچه‌ها در بخش فنی و بقیه حمایت کنندگان این برنامه، شما مردم که یاری میرسونید و هموطنان درون کشور که میدونم یاری نمیتونن برسونن اما پای برنامه میشینن و با دقت گوش میدن. از همه شما بسیار سپاسگزارم. به شما بدرود میگم. از آن ریشه از نام پاک